در اجتماعات گوناگون، حالا چه کوچک باشن چه بزرگ باشن، وقتی عده‌ای در کنار هم دیگه جمع میشن، این رو یکم توضیح بدید یا نمیدونم. آره آره توضیح میدیم، ولی میخواستم ببینم که در ابتدا شما چه برداشتی از این تاپیک دارین و حالا توضیح خواهم داد حتما. باشه نه نه من خیلی تشریف داریم که شما. بله من هستم. شما من پیش آدم این که شما مقدمه بگیم به خیلی. بله بله حتما 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 این کار خواهم کرد حتما. خب خیلی ممنون از دوستان عزیز و جنابای منصوری که زحمت کشیدن بابت این جون و تشریف بودم از سایر دوستان. این موضوعی که انتخاب شده، امکان اجتماعی اخلاقی زیستن که قرار ما در 2 ساعت حد اکثر دربارش بیاندیشیم و گفتگو کنیم، بیشتر برمیگرده به این موضوع که ما برای اینکه اخلاقی زیستن بیشتر به اون در واقع مقتضیات مناسب و سازگار با اخلاقی زیستن در حوزه اجتماع در حوزه جامعه برمیگرده این تاپیک و اینکه ما در هر شرایطی که قرار میگیریم رفتارهای متفاوتی از خودمون نشون میدیم. بنابراین ادعای یا در واقع ایده این تاپیک این هست که ما برای اینکه اخلاقی زندگی کنیم نیازمند یک سری امکانهایی در زندگی اجتماعی هستیم که اگر اونها نباشند اخلاقی زیستن کار سخت و مشکلی میشه و خیلی انتظار از دیگران هم دیگه نمیشه داشت که اخلاقی زندگی کنم، چون اخلاقی زیستن صرف یک توصیه، یک حتی فرمان و اجبار هم نیست. یعنی ما با توصیه کسی رو نمیتونیم اخلاقی کنیم. البته همینا میتونن اثر داشته باشن، حتی توصیه هم میتونه اثر داشته باشه، اما اون چه که مهمه و پایه عملی و عینی برای اخلاق زیستن هست این هست که شرایط و امکانهای فراهم باشه در جامعه که در اون شرایط افراد بتونن اخلاقی زندگی کنن. به صورت مقدمه خدمتتون خواهم گفت که تصویری که ما از جامعه داریم، شرایطی که در جامعه وجود داره، حالا هر جامعه‌ای که زندگی میکنیم، اون جامعه به ما امکاناتی میده یا ما رو در یک مضایق و محدودیت‌های قرار میده که ما در برابر اون اختزاعات و محدودیت‌ها رفتارها و واکنش‌های متفاوتی نشون میدیم، از جمله این که ممکنه حتی به سمت غیر اخلاقی شدن پیش بریم. از منظر جامعه شناسی اخلاق در واقع یک نسبتی است بین این امکانهای اجتماعی و امکانهایی که در جامعه وجود داره و اخلاق زیستن. ما انتظار نمیتونیم داشته باشیم از افراد که تحت هر شرایطی اخلاقی زندگی کنند. خب ممکنه بگیم که چقدر خوب است که هر کسی در هر شرایطی هر چقدر سخت اخلاقی زندگی کنه، اما این فقط یک آرزوست. ما اگر دنبال این هستیم که جامعه و افراد اخلاقی داشته باشیم، باید جامعه مناسب اخلاقی زیستن هم داشته باشیم. ببینید یکی از فیلدهای اصلی که من همواره در سنوات گذشته بهش علاقه داشتم در واقع مطالعه انسان، ولی مطالعه انسان در موقعیت بود، نه انسان انتظاری، نه انسان لابلای کتاب ها. انسان هایی که لابلای مناسبات اجتماعی هستند، درگیر زندگی روزمره، انسان هایی که در یک ساخت اجتماعی یا ساخت سیاسی خاصی زندگی می کنند. اگر ما سرنوشت این انسان ها رو مطالعه کنیم، متوجه میشیم که به واقع رفتارهای متفاوت انسان ها ناشی از همین ساخت کلی، ناشی از اون اختزاعات عملی و عینی و شرایط کلی است.
به عنوان مثال حالا من بخواستم یکی دو تا کتاب رو هم اینجا اشاره کنم. ببینید شما وقتی که کتاب سرانجام انسان ترازان نوین رو که میبینید از الکسیویچ که یک در واقع جمع‌آوری کرده از کسانی که در زمان استالین به انواع مشکلات روبرو شدند و اردوگاه کار اجباری برده شدن، شکنجه شدن و داستانهای دیگر، با اون مصاحبه کرده و مجموعه مصاحبه ها رو در یک کتاب 600-700 صفحه‌ای جمع‌آوری کرده. کتابش حقیقتا خوندنی است چون یک گزارش کاملا نزدیک از زندگی روزمره در اون در واقع دوره استالین رو داره به ما میگه. خب وقتی که شما زندگی اینها رو از زبان خود کنشگران دارید میشنوید و اینکه اونجا توضیح میدن که به تعبیر یکی از این افراد که میگه ما در دوران دسیم همه ما دسیمان کوچکی شده بودیم، یا هانا آرند اگر خاطرتون باشه وقتی ابتدال شر رو توضیح میده که چگونه شر خیلی ساده و خیلی معمولی رسوخ پیدا میکنه در زندگی روزمره، در اونجا خود آرند همین توضیح رو میده که برای اینکه افراد دسیم بشن، برای اینکه در واقع آدم های شروعی بشن، این آدم های ویژه‌ای نیستن، این همین آدم های عادی هستن. اما چرا این آدم های عادی تبدیل میشن به یک انسان های در واقع غیر اخلاقی؟ اینجا اون مناسبات اجتماعی یا شرایط و کلیت اجتماعی است که افراد رو درگیر میکنه. عرض من به صورت خلاصه این هست که برای اخلاق زیستن باید شرایط و مقتضیات مناسبی هم وجود داشته باشه. اگر اون شرایط و مقتضیات نباشه افراد خیلی اخلاقی زندگی نخواهند کرد و تحت تاثیر همون شرایط قرار میگیرن. این در واقع ایده اصلی امکان اجتماعی اخلاقی زیستن هست و اشاره داره به این که ما باید در واقع انسان در موقعیت سخت رو مطالعه کنیم و ببینیم که این انسان چگونه از اخلاق در میاد، چگونه در واقع به سمت شر کشیده میشه و چه سرنوشتی پیدا میکنه. البته خب این فقط یک مقدمه است، من بعدا توضیح خواهم داد که منظورم از این امکان اجتماعی چیز. فقط خواستم که نسبت بین زیست انسانی، نسبت بین تجربه های انسان در انواع ساختار اجتماعی و اخلاق زیستن رو فقط به سر تاکید بکنم و بگم که ما می توانیم اخلاقی باشیم اگر در جامعه ای زندگی کنیم که اخلاق زیستن هزینه فوق العاده ای نداشته باشه. در جامعه ای زندگی کنیم یا در مناسباتی که اجازه اخلاق زیستن هم به نحو معقول به ما داده باشن. مثلا فرض که حالا یک مثال بزنم و تموم کنم این مقدمه رو. به عنوان مثال شما در نظر بگیرید به شهرداری فرض کنید مراجعه میکنید و برای کاری و شما رو مثلا از شما رشوه میخوان، بعد ممکنه اول پرداخت نکنید و مثلا کارتون رو معلق نگه دارید، اما یک ماه دو ماه شیش ماه که میگذره و بعد میدید که میبینید در یه جای دیگه پلیس از شما رشوه میخواد، در یه جای دیگه اداره دیگر، بعد میبینی که اصلا اگر رشوه ندید کارتون را نمیفته. یعنی اینجا اصلا بحث شما نیست. شما اگر بخواید به نحو اخلاقی زندگی کنید و در واقع مراعات کنید قواعد اخلاقی رو، اینجا میبینید که زندگیتون متوقف میشه. به تعبیری شما مجبور به کار غیر اخلاقی میشید. من البته اینجا نمیخوام اینجا حکم کنم که اگر من در شرایط سخت کار غیر اخلاقی انجام دادم مسئولیتش گردن من نیست. اینجا اصلا اون بحث نیست، اون یه بحث دیگری است که جاش به نظر جای دیگر است. اما اینکه چرا من غیر اخلاقی میشوم، چون وقتی نگاه میکنم بینم در یک ساخت غیر اخلاقی قرار گرفتم، اساسا اخلاقی زیستن منو به بنبست میرسونه و در اینجا من مجبورم که در واقع شیوهی رو پیش بگیرم که من اسمش رو همون شرایط در واقع اخلاقی بسن. این به نحو مقدمه و به صورت کلی بود. حالا شاید در نوبت بعد این امکانها رو توضیح خواهم داد. ممنونم. خیلی متشکرم جناب زمانیات.
من به روایت دیگه باز این مقدمه رو تکرار میکنم از دوستانی که ما پیوستن خیلی تشکر میکنم و درخواستم اینه که اگر دوستان پایین آمادگی مشارکت دارن یه اشاره بکنن. اگه من اینوایت نمیکنم فقط برای اینکه اصرار نابجا نباشه، اگه دوستان میپسندن اعلام آمادگی بکنن که استفاده بکنیم. من یه مقدار سوالا رو ریز کنم. دوستان من فکر میکنم خیلی غریب نیست که این گزارش رو روش توافق کنیم که ما در جامعه هستیم که متاسفانه به لحاظ اخلاقی خیلی فاصله داره تا آنچه که مطلوبه. اگه کسی از من بپرسه که این گزارش رو از کجا میگی، چه آماری داری که مثلا آیا جامعه ایران به لحاظ اخلاقی سقوط کرده یا به لحاظ اخلاقی ضعیفه، همه اینا شاخص میخواد، سقوط از کجا، چه معیاری داریم برای جامعه اخلاقی که میگیم جامعه ایران مثلا مشکل داره. حتما دوستان میدونن که مراجع مختلفی در دنیا میسنجن چیزهای مختلف رو، مثلا فساد و صلاح رو سازمان جهانی شفافیت میسنجه و ما در سال گذشته از 175 کشور رتبه 149 بودیم در فساد. یعنی اگر نمره سال کشور پاک رو رتبه کشور سالم رو یک بدونیم، رتبه کشور آلوده رو 175، ما 149 بودیم. خب این خودش یه معیاره. حالا میشه سایت رو معرفی کرد، دوستان شاخصش رو ببینم. 5 تا شاخص اصلی اینا دارن، حالا شهرداری که آقای دوانیان مثال زدن یکی از شاخصهای پنجگانه فساد و صلاح اجتماعیه که میشه برای اساس سنجید. میشه شاخصهای دیگرش هم نام برد. من دعوتی که میخوام بکنم از دوستان این که اولا از منظرهای مختلف بررسی بکنیم، یعنی هم بحث فلسفی باشه، جامعه شناسی باشه، حقوقی باشه و هم تعلیم و تربیت، به این سوالا جواب بدیم. من دور کوتاهی رو بین دوستان اسپیکر داشته باشیم که اولا جامعه ایران رو چگونه توصیف میکنن، چون هم مبالغه کردن در ناسالم بودن یک جامعه ناپسنده، هم چشممون اگه باز نباشه به سیاهی ها، به تعبیر مرحوم فروغ فرخزاد که دنیا سیاهی کم نداره ولی این سیاهی ها دلازارترن، موقعی که ما چشممون رو به این سیاهی ها ببندیم جامعه ایران رو چگونه میبینن. و بعد نکته دوم این که به نظر اونها زمینه های اجتماعی بی اخلاقی چیه. من یه تعبیری رو از رینهولد نیبر بگم در کنار منابعی که آقای علی زمانی فرمودن. رینهولد نیبر یه تعبیری داره که کتابش به فارسی هم ترجمه شده، مورال من اند این مورال سوسایتی، انسان اخلاقی و جامعه بی اخلاق. یکی از مشکلاتی که ما به نظرم تو ایران کامل از این کتاب بوده، 50-60 سال پیش اواخر دهه 1950 برای آمریکا نوشته شده، مورال من اند این مورال سوسایتی. ما تو ایران فکر میکنم امروز خیلی این رو لمس میکنیم که گاهی وقتا فرد انگیزه اخلاقی بودن داره اما جامعه اخلاقی به او مجال زیست اخلاقی نمیده و او رو تو تنگنا قرار میده. هممون توجه داریم که فرد و جامعه ارتباط متقابل دارن، یعنی بدون فرد جامعه وجود نداره، بدون جامعه فرد انسانی خیلی معنی نداره. ولی ما الان حلقه رو اینجوری میخواییم بررسی کنیم. نظر جناب زمانیان این بود که وضعیت اجتماعی اخلاقی زیستن برای فرد یا امکانهای اجتماعی اخلاقی زیستن برای فرد رو با هم مرور بکنیم. پس سوالا رو اینجوری اگه صلاح میدونید مرور کنیم. اولا ایران رو چگونه میبینن؟ ثانیاً زمینه های اجتماعی اخلاقی بودن به نظر اونها روی چه شاخصهایی، چه زمینه های اجتماعی ممکنه باعث بشه ما بی اخلاق یا با اخلاق باشیم؟ دست آخر آیا پیشنهاد میتونه داشته باشه این گروه چه بسا اینا به صورت یادداشتهایی بتونه تو فضای مجازی یا تو نشریات مکتوب منتشر بشه؟ اگه جناب زمانیان هم سلام میدونن ما یه دوری داشته باشیم از دوستانی که بالا اومدن صحبت نکردن. و دعوتی هم از دوستان شنونده که بازم میگم اگه من اینوایت نکردم برای اینکه رو در باشتی نباشه، ولی خیلی مشتاق این که
چند بچی باشه بس و از مشارکت دوستان میتونیم استفاده کنیم. خب اگر اجازه بدید من از آقای دکتر حاجیلی دعوت کنم که اگر که اینترنت مشکل ندارن، ما اینشون یکی دو شبه گفتن اینترنتشون ضعیفه نمیتونن بیان برای اونایی که شما سلام حالا تشریف دارن، اگر که هستن مشکلی ندارن بگن من در موقع این اونایی که سلام دینی دعوت بفرمید. من از جناب قنبری میخوام که اگه سلام میتونن صحبت کوتاهی داشته باشیم. جناب حمید البته پرسش کردن ولی به نوبت یک گفتگو دوستان اگه میکروفونشون رو روشن کنن هر کدوم که آمادگی دارن ازشون بشنیم. جناب قنبری شما الان تعاملی دارید که استفاده کنیم؟ سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی حاضران در اتاق و استادان ارجمند. خیلی ممنونم که وقت دادین. عرضم به حضورتون که منم ارزیابی خیلی خوبی از وضعیت اخلاقی ندارم. اونجایی که منم آمارای کشورمون رو در بین آمارای بین‌المللی جستجو کردم، مثلا در حوزه خشونت ما جزء کشورهای خشن جهان هستیم و معمولا جزء 10 کشور اول هم هستیم، یعنی طوری که در چند سال گذشته با عراق رتبه یک ببخشید آیه دکتر حاجی، ممکنه میکروفون رو فعلا ببرین؟ بفرمایید. ممنونم که تشریف آوردید. سال پیش ارمنستان اول شد، ما با عراق سوم شدیم، یعنی باز تو منطقه خودمون مسئله خشونت جز فرامدان جهان هست و خشونت هم خیلی ساده تحمیل ناخواسته میدونم، حالا هر نوع کلامی که شما نمیخواید بشید دوید بهتون بگن یا کاری نمیخواید بکنید بهتون الزام کنن اجبار کنن که حتما به صورت اجباری اینو داشته باشین و انواع مختلف دیگری از خشونت‌های فیزیکی و غیر فیزیکی میشه تصورش. یا باز آمار سوشیال ساپورت حمایت اجتماعی سازمان ملل یادم میاد که ما رتبه‌مون فکر میکنم 135 بود و رتبه کلی هپینسمون اشتباه نکنم 114 بود. یعنی ما این همه راجب فتووت و جوانمردی و ایثار و انفاق و برادری و این حرفا تو دین و فرهنگ و ادبیاتمون هست، 130 کشور از ما حمایت اجتماعی بیشتری مردمشون نسبت به هم دیگه داره. و این مسئله حمایت اجتماعی در واقع میشه گفت توی اون آماری که سازمان ملل داشته مهمترین عامل برای شادکامی یا هپینس هست. یعنی پول 25% اثر داره توی خوشبختی، سوشیال ساپورت حمایت اجتماعی 31% اثر داره. خب چه چیزی باعث شده که ما اینقدر اتمیزه بشیم، با هم قهر کنیم؟ من هم مثل جناب زمانیان معتقدم که اجتماع ما رو به این شکل جدا از هم انداخته، یا به تعبیری که آقای دکتر منصوری فرمودن از رینالد نیبور، خودخواهی بر ما چیره شده. و این خودخواهی فردی از کجا بر ما چیره شد؟ ما که اینقدر به هم دل بسته و پیوسته بودیم و نمیدونم جان و تن آدمیان رو از هم جدا نمیدونستیم، چه اتفاقی افتاد که اینطوری دور از هم افتادیم؟ این جامعه رو چی ساخته؟ من اینجا استفاده میکنم از نظریه میشل فوکو که اینا رو معطوف به قدرت تعریف کنم. قدرت هم نه فقط قدرت دولت، و البته قدرت دولت رو بیش از همه مسئول میدونم. شما نگاه میکنید ولو دولت حق داشته کشف حجاب کنه به خاطر بهداشت، به خاطر شناسایی نشدن، ولی اقناعی نکرده و کشف حجاب کرده. خب اینجا یک سری از نهادها و گروه‌ها ناراضی موندن چون اونها نادیده گرفته شدن. الان هم که حجاب اجباری رو گذاشته، باز هم اقناعی نکرده و نمایندگانی که ما در مجلس می‌بینیم اصلا شکل مردم نیستن، قیافه مردم نیستن. زنانی که در نمایندگی مجلس هستن اصلا ظاهرشون به ظاهر زن ایرانی نمیخوره. در جامعه و خیابون شما می‌بینید زنان مختلفی هستن، ولی این گوناگونی رو ما در مجلس نمی‌بینیم. مجلس در وضعیت باید نمایندگی می‌کنه، در وضعیت هست نمایندگی مردم رو بر عهده نداره.
من اشکال اصلی رو در قهر قدرت میدونم با رقبا. این به جامعه سرایت میکنه و منشأ بی اخلاقی میشه، چه به صورت سکولارش از دوره رضا شاه شما شروع کنید، چه به صورت دینیش در جمهوری اسلامی. خیلی ممنونم، سعی میکنم زیاد صحبت نکنم که مصدعه نشید. بسیار ممنون جناب قمبری عزیز. من فقط کوتاه چند ثانیه‌ای میگم که به شرحه سوال این بود که اولا وضعیت اجتماعی ایران به لحاظ اخلاقی از نظر دوستان چیه، دوست داریم که چند رشته‌ای بحثمون جلو بره، و دو اینکه زمینه‌های اجتماعی اگر وضع اخلاقی خوب نیست در جامعه، زمینه‌های اجتماعی رو چی میتونن دوستان. تا آخر گفتگو به سمت یه راهبرد و پیشنهاد بریم. جناب قمبری همراه بودن با اینکه در وضعیت ایران ما از نظر اخلاقی خوب نیستیم، به آمارهایی با شاخص جهانی اشاره داشتن و به یک عامل مهم اینجا تاکید کردن و اون ورود حاکمیت به عرصه مثلا زیست فردی، مثلا سبک زندگی و پوشاک و غیر اقناعی بودن و تحکمی بودن، این رو میتونن یه عامل بدونن. برای مثال اگر فردی بدونه قانع شدن پوششش رو به گونه‌ای تنظیم کنه که حاکمیت خوشش میاد، احتمالاً میتونه زمینه‌های دورنگی و دورویی و یا پدیدش خشونت و اینا پدید بیاد. خیلی ممنون جناب منظوری. من مایلم اینجا خیلی کوتاه دو تا جمله رو اضافه کنم. ببینید قانون وقتی ما ازش صحبت می‌کنیم تو دوره جدید مبتنی بر توافق، مبتنی بر کانونشن، مبتنی بر کانترکت، قرارداد اجتماعی باید باشه. بین ایرانیان قرارداد اجتماعی مفقوده. وقتی قرارداد نیست، غیر اخلاقی بودن هم رشد میکنه. ما با هم قراردادی نمیبندیم، مثلا دینی و غیر دینی. هم کلاب‌هاس رو نگاه کنید، آدمایی که توی یه جریان خاصی، یه رومای خاصی میرن، تو همه روما نگاه نمیکنن، حتی حاضر نمیشن. مثلا اونایی که سیاسی داخلی کشورمون هستن نمیان توی کلابای سلطنت طلب برن، یا اونایی که به اصطلاح بیرون از کشور هستن کمتر حاضرن بیان توی این یکی کلاب‌ها. یه قهری انگار بین ما هست و ما با اون توافق و قرارداد اجتماعی برای قانون به عنوان حد اقلا نمیرسیم. این ما رو توی لوب خودمون به صورتی غیر اخلاقی در قهر با دیگر افراد در اجتماع پیش میبره. من منظور نهایی اینه. خیلی ممنون. خیلی سپاسگزارم. بله، این بحث نسبت قانون و رفتار شهروند و تأثیرش بر اخلاق خیلی مهمه. من اهمیت رو با برداشت خودم میگم که ببینید همه حاکمان با قانون سرکار دارن، منتها خیلی مهمه که همونطور که فرمودن قانون آیا برایند توافق اجتماعیه یا قانون مسببه ایه که فقط منویات حاکمیت رو تحمیل میکنه. این خیلی بحث مهمیه، تأثیر نحوه تصویب قانون و اعمال قانون بر رفتار اخلاقی شهروندان. خیلی متشکرم. میتونم این موضوعی باشه که دوستان مثلا نظر کنن. من درخواستم اینه که تو این دوره اول دوستان فقط یه گزارش بحث باشه، یه دور بچرخیم و بعد دوست داریم که هم استیج خلوت باشه. این دوستانی که فقط میپرسن خودشون میتونن لطف کنن داوطلبانه بعد برن شنونده باشن. دوستانی که دوست دارن اظهار نظر کنن و وارد چالش بشن هیچ مشکلی نداره که بحث دو طرفه بشه بین سخنگویان، ولی با در واقع رفت و برگشت های حتی المقدور کوتاه مدت. جناب ویلیام تو دور اول کوتاه خدمت شما باشیم، آیا نکته ای دارین در پاسخ به سوالی که مطرح شد؟ سلام، شب و روزتون بخیر. من موضوع جالب بود به دلیل اینکه واقعیت فکر کردم که الان به قول معروف دوباره افراد خداباور و ناخداباور در مورد اینکه اخلاق چی هست و اخلاق کدومشون بهتر هست اینجا به قول معروف بحث میکنن. اما میخوام از آخر سوالها به اولتون برم. شما گفتین مثلا پیشنهادی که انجام میشه و این پیشنهاد رو من در صحبت‌های آقای آلن بوتن یک بار شنیدم که از نظر تجربی به نظرم کار دیدگاه جالبی بود. ایشون که خودشون یه ATF هستن میگن برای اینکه یک سرکاهای اخلاقی انجام بشه باید از مذهب یاد بگیریم و نوع دیدگاهشون این هستش که از تکرار، اگر شما ببینید خیلی از مذاهب به
تکرار عقیده دارم. فرضاً شما اگر ذکر میگین حتی نمیدونین چی هستش ولی اینقدر تکرار میکنید، یا کانفشن میرید یا هر چیز دیگه، شما اینقدر این قضیه رو تکرار میکنید که این میشه اخلاقی زیستن. و چقدر آقای علی خوب گفتن که باید امکانات در جامعه وجود داشته باشه که افراد بتونن اخلاقی زندگی کنن. حالا اون مسئله امکاناتش به کنار، ولی مسئله تکرارش رو من به صورت عینی دیدم و افرادی که تونستن در جوامع مختلف، مخصوصا جوامعی که مقدار تضادهاش من زیاد هستش، زندگی کنن، نه فقط سفر، زندگی کنن و ببینن که این اخلاقهای اجتماعی چجوری اعمال شده، به نظرم واقعا میشه دیدگاه جالبی رو کنار هم گذاشت. من وقتی که در متروی لندن که متروی 100 سال هستش داشتم میرفتم، بازم چقدر مردم اینجا با اخلاق اجتماعی هستن که انقدر سمت راست چپ رو رعایت میکنن و این مسائل. حالا متروی تهران شاید مثلا 20 سال و شما میبینید که همه جلوی در انقدر فشار آوردن که مثلا وارد بشن و همه روی پله های برقی جوری وایسادن که کسی بخواد رد بشه نمیتونه. اگر هم بگیم که مثلا بریم کنار بحث میشه. و این حرف آقای آلن‌بوتن بسیار یادآور شد. شما فرضاً میگم اگر در متروی لندن نگاه میکنید، هر چند دقیقه یک بار داره تکرار میکنه راست بیستید، اجازه بدین حرکت کنن از چپ. میگه اینقدر این رو به عنوان یک ذکر تو ذهن مردم تکرار میکنه. این شهری که از هر کشوری آدم با هر نوع اخلاق و پایه و فرهنگی وارد شده، همش داری تکرار میکنی که این اخلاق اجتماعی هستش که شما در این قسمت بایستین و این مسیر رو باز بذارین. و با همین تکرار تونستن یک به قول معروف جایی به این شلوغی رو بتونن مدیریت بکنن. من مثالهاش جالب هستش. میخواستم خلاصه این قضیه رو بگم که افراد همه در نظر من یکی هستن. اون امکانات هستش که ما رو باعث میکنه برخوردهای مختلف بکنیم. فرض ترافیک، مثلا میگن ترافیک تهران اگر شما 3 لین و 4 لین نکنید، به عنوان یک فردی که اخلاق اجتماعی نداره، فرهنگ رانندگی نداره، بلد نیست، شناخته میشین. ولی خب فرضا همین ترافیک رو اگر شما در شهر لندن که حتی یک پلیس توی خیابون پلیس راهنمای رانندگی وجود نداره، به عنوان یک چیز عادی میدونید. اما وقتی مقایسه میکنید میبینید که امکان اجتماعیش در اینجایی هستش که ترافیک واقعا کمتر هسته. شما اگر همون ترافیک رو فرضاً میگم وقتی مترو قطع میشه یک دفعه ترافیک خیابون ها بالا میره، میبینید هم فرهنگ اجتماعی کنار رفته شده و همه دارن سعی کنن که خط بارو چارتا بکنن اگر از چراغ قرمز رد بشن یا کاری که به صورت عادی انجام نمیدادن. در خلاصه همین رو میخواستم بگم که اخلاقی زیستن در اکثر جامعه ها محدودیت داره، حداقل تا اون تجربهی که من دیدم. و حالا در دقیقه من ایران شاید محدودیتش کنتر سریع به مرزهاش میرسیم و در جاهای دیگه شاید دورتر به مرزهاش برسیم، ولی باز هم در هر جامعه که ما حرکت میکنیم میبینیم که این مرزهای اخلاقی زیستن خیلی بهش سریع میرسیم. مرسی. اگر اجازه بدید من فقط یه نکته اضافه کنم به اون چه که فرمودن. ببینید این که مثلا در انگلستان، در سوئد یا هر جای دیگر، آیا اون افراد اونا اخلاقی ترند یا شرایط اجتماعی بگونه ایست که اخلاقی زندگی میکنن؟ این دو نکته به نظرم خیلی مهم هست، چون بعضی ها داورش این هست که اون افراد یا کسانی که در این کشورهای توسعه یافته زندگی می‌کنن خودشون انسان‌های اخلاقی‌تر هم هستن. حالا فارغ از این که ما داوری کنیم نکنیم، حالا خواستم اشاره کنم این دو نکته، چون در کتابی که من قبلا خدمتتون گفتم دام‌های اجتماعی و مسئله اعتماد، اتفاقا اون این پرسش رو مطرح می‌کنه و داوری هم می‌کنه نویسنده و میگه که نه، سوئد اگر که اعتماد، اگر که میزان پرداخت در واقع اخلاقی دارن زندگی میکنن، به این معنی نیست که افرادشون که شهروندان اخلاقی ترن الزامن، بلکه شرایط اجتماعی به گونه ایست که افراد به سمت اخلاقی تر شدن زندگی میکنند. یعنی میخوان اون دوتا را باید از هم جدا کرد که به نظرم اینم جالب بود. ممنونم.
بله خانم روها هم که بحث مترو لندن رو مطرح کردن در همراهی با نگاه شما بود جناب زمانیان که میگفتن شرایط اجتماعی، نظم اجتماعی، قاعده گذاری حکومتی به گونه ایه که شرایط رو برای اخلاقی زیستن مطرح میکنه. اینطور نیست که فرد مثلا لندن نشین فارغ از نظم اجتماعی مثلا اخلاقی تر شهروند ایرانی. ایشون هم همین رو تاکید داشتن. خیلی ممنون جناب علی بزرگوار آقای حاجی‌علی حاجی‌علی دکتر حاجی‌علی اگه شما الان آمادگی دارید استفاده کنید. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. من سعی میکنم خیلی خلاصه چند نکته را عرض کنم. ببینید ما وقتی از اخلاق صحبت میکنیم در جامعه خودمون یه وقتایی من فکر میکنم خیلی بزرگ نمایی میکنیم که جامعه ما بی اخلاق شده، ما همه چیز رو از دست دادیم. شما الان اگر از یه فرد 70 ساله 80 ساله بپرسید اوضاع اخلاقی جامعه چطوره، خیلی بدبینه. اگر از کسی که همسن و سال ماست بپرسید میگه دچار بحرانی، ولی از یه آدم 20 ساله بپرسید خیلی چیز عجیبی نیست براش. من فکر میکنم بخشی از این مشکلی که ما در جامعه درباره جامعه خودمون میدونیم در واقع تغییرات اجتماعی رو نمیخوایم باش کنار بیاییم و این رو ما هم به عنوان بحرانهای اخلاقی جامعه میبینیم. بخشی از در واقع مواردی که ما میبینیم وضعیت اون میکنه در واقع محصول دگرگونی هاست، مخصوصا که ما جامعه جوان هستیم و الگوهای رفتاری تفاوت میکنه. این به نظر من یه نکته مهمه، چون من تحقیقات زیادی رو دیدم تأکید میکنم، ولی در آخر آدم قانع نمیشه که جامعه ما جامعه بی اخلاقی. یه فکتایی به ما ارائه میده، یه نکاتی رو برجسته میکنن، ولی قانع کننده نیست که ما جامعه بی اخلاقی تری شدیم نسبت به گذشته به معنی اینکه اخلاق از ما رفته باشه. یعنی اگر ما یه متغیر کنترل وارد تحلیل کنیم به نظر میرسه نقش تغییرات اجتماعی خیلی مهمه. البته اوضاع وضعی جامعه هم مهمه. مثلا الان ما دیوارامون رو بلندتر میکنیم، انواع قفلا رو میزنیم، انواع سیستم های ایمنی رو بکاریم، ولی خب این نتیجه در واقع وضعیت اقتصادی جامعه است. سال 84 یه پژوهشی در ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده بود که هزینه اقتصادی مواد مخدر برای جامعه ما چقدره. بخشی از هزینه هایی که محاسبه کرده بودن هزینه های غیر مستقیم بود که ما صرف میکردیم بالا چه دولت یا چه مردم، که در واقع مثلا معتادایی که خیابون گردن جیب باری نکنن، وسایلمون ندوزن، ماشینمون آسیب نزنن. این وضعیت اقتصادی جامعه برای خوب تاثیر داره. همین مثلا سال گذشته آمار اومده بود که جیب باری ها 50% افرادی که جیب باری میکنن یا وارد دزدی یا اینطوری میشن افرادی هن که برای اولین بار دارن سرقت میکنن. اوضاع اقتصادی وقتی خراب میشه به نظر اینا اوضاع در واقع ذاتی جامعه ما نیست، یه وضعیتیه که به وجود میاد، بالا پایین میشه، سینوسیه و در واقع تحت تاثیر عوامل دیگری هست. نکته دیگه که من فکر میکنم خیلی مهمتر شد ما بهش توجه کنیم خود مفهوم اخلاقیه. من فکر میکنم که ما روی این باید خیلی دقت بکنیم. وبر یه بحثی داره، ماکس وبر، که میگه انسان مدرن وقتی دوران مدرن میشه به قول معروف ارزش های انسانی متغیر میشه. ما ساعت های مختلفی داریم، ارزش های دینی داریم، ارزش های زیبایی شناختی داریم، ارزش های مختلف در واقع با هم در وضعیت متضاد قرار میگیرن و به قول حالا مترجمه کردن به فارسی به عنوان شرک ارزشی، و این باعث تنش و در واقع درگیری های انسان مدرن میشه. من فکر می‌کنم این بحث خیلی بحث مهمیه. ما امروز شاید اون بحث سنتی که در سنت اسلامی داریم، حسن و قوه ذاتی رفتارها و چیزها، امروز شاید نتونیم در واقع اینطوری بحث بکنیم که آیا این هم اخلاقی هست یا نیست و این حکم یونیورسال و هم بدیم. حتی اقل در ذهنیت جامعه، من حالا کاری به اصل ماجرا ندارم که ذات امر اخلاقی چیه،
ولی در ذهنیت جامعه به نظر میرسه خود امر اخلاقی مسئله شده، پروبلماتیک شده و خیلی از آدم ها رفتارهایی میکنن و اینو رو مستند میکنن به حالا اندیشه جدید، اندیشه که میدونم اوشو و نیچه، اندیشه های شرقی و توجیه میکنن. این که خود امر اخلاقی در واقع به نظرم به نقطه ای رسیده که دیگه نقطه ثبات نیست، به نظر من خیلی موضوع مهمیه که شاید در مورد این هم حالا باید بحث کنیم. من بیشتر دوست داشتم تحلیل و دوستان نوشتم و بخشی طولانی صحبت کردم. خیلی متشکرم جناب آجودی عزیز. راستش من خودم با نظر جناب قاجدی در توصیف وضع ایران خب نظرم متفاوته. حالا تو دور بعدی با شاخصایی میگم، فقط سوال رو برجسته میکنم که آیا وضعیت ایران از نظر اخلاقی نامناسبه که به جز جناب حاجی‌زاده برای دوستان که صحبت کردن اتفاق داشتن و این تفاوت نظر به نظرم خیلی معنیدار و جالبه، بحث رو میتونه جدیتر بکنه. توصیف کنیم که اولا وضعیت جامعه ایران بر اساس مشاهده ما به عنوان یک زیست کننده و یا به عنوان یک پژوهشگر میتونیم نشون بدیم با شاخص‌های بحرانی یا نه، بعد تو فرصت دیگه به این بپردازیم که زمینه‌های اجتماعی اون وضعیت چیه و بعد برونسایی فکر کنیم. جناب شفیعی خدمت شما هستیم، اگه تو این قسمت آمادگی صحبت. من هم عرض ارادت و سلام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای منصوری عزیز و بقیه دوستان بزرگواری که در این اتاق تشریف دارن. امکان هست صدا تقویت بشه؟ جناب صداتون ضعیفه که میکروفون. بله الان بهتر شد صدا؟ بله تا حدودی بهتر. متشکرم. من عرض ارادت خدمت حضرت عالی و بقیه دوستانی که تو این اتاق تشریف دارن دارم. قبل از اینکه به پاسخ سوال حضرت عالی بپردازم، اگر اجازه بفرمایید من راجع به خود تاپیک در واقع یک که نکته رو عرض بکنم، بعد برداشتم رو از جامعه ایران نسبت به اون سوال حضرت عالی عرض خواهم کرد. من به نظر من امکان اجتماعی اخلاقی زیستن در دوران ما فراهمتر تا نسبت به گذشته. شاید توضیح بنده یا در واقع نکته‌ای که تو ذهن بنده هست این هست که انسان هرچه قدرت در واقع انتخابش بالاتر بره و هرچه محدودیت‌های فیزیکیش در واقع کمتر بشه، به نظر من امکان اخلاقی زیستن براش فراهم‌تره و مهیاتره و این اتفاقی است که برای ما افتاده. یعنی ما الان در واقع نسل دهه 40 مثلا وقتی خودمون رو با پدرانمون مقایسه می‌کنیم و با پدر بزرگانمون مقایسه می‌کنیم، میبینیم که در بسیاری از حوزه ها قدرت انتخاب ما فراتر از اونها رفته و دایره انتخاب ما در واقع در زیستن اجتماعی برامون فراهمتر شده و بهتر شده. به این جهت گمان من بر اینه که این امکان فراهمتره، ولی لزوما وقتی میگیم امکان اجتماعی فراهمه، این امکان آیا وقوع هم پیدا کرده یا نه، اون یه بحث دیگری است که میشه در باب اون باز مجزا صحبت کرد. پس پاسخ در واقع این تاپیک رو من اینجوری میدم، بله به نظر من امکان اجتماعی اخلاقی زیستن برای انسان معاصر بیش از گذشته فراهم شده، اما همون گونه که عرض کردم این امکان در واقع در مرحله وقوع البته محل تردیده و من به همین جهت گمانم بر اینه که جامعه ما یا جامعه‌ای که ما الان توش داریم زندگی می‌کنیم، گمان من بر اینه که در واقع نمی‌خوام بگم دچار بحران اخلاقی شده، ولی چالش‌های اخلاقی جدی رو باش مواجه شده. حالا اینجا من البته نمی‌خوام باز این تقسیم بندی رو هم بکنم که ما اگر بپذیریم که در واقع اخلاق رو به اخلاق دینی و اخلاق فرادینی تقسیم بکنیم، اگر این تقسیم رو هم بپذیریم، به گمان من که جامعه ما در حوزه اخلاق دینی که دچار مشکلات جدی شده، یعنی اون حداقل مصداق‌ها و معیارهایی که در آموزه‌های دینی اینا مصادیق اخلاقی زیستن هستند،
خب اینا در جامعه ما کم کم داره رو به افول میره. ببینید ما الان در یه جامعه هستیم که بسیاری از صاحب نظران و بسیاری از کنشگران اجتماعی ازش تعبیر میکنند ما دچار یک گسست اجتماعی شدیم، یا در حوزه در واقع روابط اجتماعی، خب اون تعبیری که با پاره از صاحب نظران هم به کار بردند ما در واقع دچار یه جامعه شدیم که در واقع خدمتتون عرض کنم به جای اینکه بخوام بگم در کنار هم داریم زیست اخلاقی میکنیم، بلکه این تعبیر شاید رسا باشه، ازدحام تنهایان شاید تعبیری باشه که آقای ملکیان و برخی دیگر هم به کار بردن. ما دچار یه وضعیت اینجوری شدیم، لذا خیلی وقت دوستان رو نگیرم. پاسخ من به پرسش جناب آقای منصوری عزیز اینه که من گمان میکنم جامعه ما نسبت به گذشته از در واقع اخلاقی زیستن داره فاصله میگیره، ولی خب البته این فاصله گرفتن رو میشه رو معیارها و مصادیق با هم گفتگو بکنیم. به همین اندازه من اکتفا بکنم، اگر در نوبت بعد لازم شد باز زحمت خواهم زد. ببخشید. بسیار سپاسگزارم. من بیرون افتادم. بله جناب کاظم، الان خدمت شما هستیم. من از صحبت های شفیعی استفاده کردم که خیلی ممنون. میفرمان که به طور بالقوه امکان اخلاقی زیستن کمتر از قبل نیست. این حرف خیلی مهمه دوستان، چون یه عده‌ای که یه مقدار منفی میبینن نسبت به دنیای مدرن نگاه منفی دارن، ممکنه فکر کنن علل اصول در همه جوامع وقتی به گذشته میریم گذشته اخلاقی تر بوده، دنیای مدرن فضای بی اخلاقیه. ایشون تصریح کردن این نگاه رو به نظرم خیلی مهمه که وقتی امکان انتخاب بیشتره، خب این من اجازه بدم من این تعبیر رو کار میارم، این تعریف واقعا تعریف فرادینی و مقدار سکولار، سکولار معنی مثبته، یعنی به گونه ای تعریف میشه که همه انسان ها بتونن بپذیرن که اخلاقی زیستن با امکان بیشتر انتخاب ها نسبتی داره. این خیلی خوبه. در عین این فرمودن که در جامعه ایران ما وضع رضایت بخشی به لحاظ زیست اخلاقی نداریم. من فقط برای اینکه دیالوگ مقدار شاید تنوع و جذابیت پیدا بکنه، جناب حاجی هم لطف کردن رفتن پایین، ولی در گفتگوی با چون از مثال‌های من می‌خوام بزنم و نظر بقیه دوستان رو جویا بشم که با این مثال‌ها وضعیت رو چگونه توصیف می‌کنن. ما نمونه‌هایی می‌تونیم بیاریم برای تبعیض، تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه دگرباشان عقیدتی، تبعیض علیه قومیت‌ها. با این شاخص‌ها یکی مقایسه ما با گذشتمون می‌تونه معنی‌دار باشه، یکی مقایسه‌مون با دیگر کشورها. یعنی وقتی ما میگیم وضع ایران خوب نیست، ممکنه بگیم مثلا از دهه 60 و 50 اکنون کمی بهتریم، مثلا ممکنه من با شاخصها یا اگه لازم باشه بررسی میکنم ما 1-2% از گذشته بهتریم، اما نسبت به دنیا فاصله زیادی داریم. یعنی دنیا شاید گامهای اخلاقی برای رفع تبعیض برداشته، ولی ما بازگشت به تبعیض هم حتی شاید داشتیم. اینا رو گفتم که مقدار ذهن دوستانم حساس بشه، بحث پیشرفت داشته باشه. جناب منصور، منم به نکته شما یه مطلبی رو اضافه کنم. ببینید ما با دو تا مسئله رو هستیم، یکی این که واقعیت چیست، آیا ما اخلاقی تر شدیم یا غیر اخلاقی تر شدیم، یا وضعمون فرق نکرده از این سه وضع، یعنی در واقعیت سنجی کنیم. این یک نکته. نکته به نظر من مهمتر جای دیگریست و اون که ما ارزیابیمون از جامعه چیه، چون نگرش اجتماعی نسبت به جامعه این نگرش هاست و ارزیابی هاست که رفتارها رو تعیین میکنه، نه واقعیت ها. بنابراین تفکیک بین واقعیت و نگرش هم مهمه که من البته در نوبت خودم توضیح خواهم داد. متشکرم جناب کاظم، خدمت شما باشیم. چه تو این ریفرش هایی که من میکنم سعی میکنم لحاظ کنم اگه دوستانی به دلیل باک خوردن رفتن بیرون اومدن نوبت شدن در یه توشه. جناب کاظم خدمت شما هستیم، اگه صدای من داریم. سلام علیکم، خسته نباشید. شما دو تا سوال اساسی دادید، یکی تاپیک در واقع رومنسیز که امکان اجتماع اخلاقی دوستان، و یک سوال اصلی که آیا وضعیت اجتماعی ایران در حال حاضر به لحاظ اخلاقی خوب است، بد است، در چه حدی است، و در قیاس با کشور اروپایی در مثال هایی که زدید
به چه ترتیب است و اساسا وضعیت الان به چه صورتی میشه صورت بندی کرد. من سوال شما تکرار کردم که یه نکته ای عرض کنم که من اونم که سوال شما کاملا سوال غلطی هستش. در موضوع اول شروع میکنم، در مورد بحث این که ما اساسا جامعه اخلاقی هستیم یا نه. اول باید ببینیم این که وقتی از اخلاق صحبت میکنیم، اخلاق اجتماعی صحبت میکنیم و یا امکان اجتماعی اخلاق صحبت کنیم، در مورد چی داریم صحبت میکنیم؟ بعضی موقع ما اخلاق رو به معنی اتیک رو کار میبریم، یعنی اخلاق در نسبت، یعنی اخلاق تکنولوژی، اخلاق دینی، اخلاق منتسب به در واقع تمام آبجکت های بیرون انسانی که آدمی بر اساس اون ارزش داوری میکنه و این رو و این یکی در واقع بر ساختی اجتماعی که ما با هم دیگه تفاهم میکنیم و قرارداد میکنیم و بر اساس اون پیش میریم. یک بار ولی ما اینجا داریم درباره احتمالا مورالیتی صحبت میکنیم. وقتی که ما درباره مورالیتی صحبت میکنیم، در دو ما دو چیز داریم در مورالیتی، یکی مورال لاو داریم، یکی مورال رولز داریم، یعنی یک اخلاق قانون داریم، یعنی قانون اخلاقی داریم، یک اخلاق وظیفه یا اخلاق شخصی داریم. بعد اخلاق و قانون، این مثال هایی که شما فرمودید در مورد یا دوستان فرمودن در مورد چراغ قرمز و در واقع قوانین، یعنی در واقع تمام قوانینی که گذاشته میشه بر اساس به یک معنی بخواد تعبیر کنیم که مورال لاو میشه در واقع قوانین، پایش یک نوعی از اخلاق هستش، اخلاقی که باز هم ما اونجا داریم قرارداد میکنیم. ولی در خود شخصی در مورالوز ما در واقع ما در واقع اندیشه های اخلاقی داریم یا رفتار های اخلاقی داریم یا ایدئولوژی های اخلاقی داریم که برمیگرده به مکاتب اخلاقی، برمیگرده به اساس اخلاق زیستی، به ژنتیک ما برمیگرده، به خیلی از مسائل دیگه. یعنی ما میتونیم اخلاق فایده گرا داشته باشیم، میتونیم اخلاق وظیفه گرا داشته باشیم، میتونیم اخلاق در واقع منفعت باور داشته باشیم، میتونیم اخلاق مطلق نگر داشته باشیم مثل اخلاق اسلامی یا اخلاق کانتی و بر اساس اون در جامعه هم زندگی کنیم. ولی اگر در جامعه امکان اجتماعی اخلاقی زیستن اینجا یک بایدی وجود داره، یعنی اون اخلاق رو، من اگر که میگم سوال غلطه جایگزینه کلمه‌اش هم خواهم گفت، این امکان اجتماعی، این امکان قانونی زیستنه، یعنی قانون، یعنی مثال معروف شما اون کمربند بستنه دیگه، میگم یکی امر اخلاقیه که آدم بستن و یکن امر بعد میگم امر فرهنگیه، بعد میگم امر قانونیه، ولی یک در واقع فراگفتمانیه که ما با هم قرارداد میکنیم. حالا اسمش رو شما اینجا اخلاق میذارید که به نظر من مناسب ترین کلمه نیست و بر کشورهای پیشرفته که در اونجا سطح رفاه و سطح آموزش که به عنوان دو تا عامل کلیدی بالاتر هست، این اخلاق اجتماعی به این معنا یا مورال لاو اونجا در سطح بالاتری قرار میگه. یعنی من بهش میگم سطح اخلاقی یا سطح فرهنگی. ولی در مورد مورالو اصلا اینجوری نیست. ممکنه من اصلا یادم نسبیت باور باشم در مورد اخلاق، ممکنه یه نگاه تروریستی که داشته باشم طرف من نگاه دیگه ای داشته باشه و الزامن یک چیز مشترکی نیست. آیا این امکان وجود داره که ما با نگاه های اخلاقی مختلف و با اخلاقیات مختلف در این امکان اجتماعی برای ما وجود داره که زندگی کنیم یا خیر؟ و اینجا حالا نکته برای اینه که حالا من از بدن رو نقاط کنم چون خیلی دارم صحبت کنم، نکته برای اینه که وقتی بحث اجتماعی رو به کار میبرید مؤلفه های زیادی میاد داخل میشه. مهمترین مؤلفه حاکمیت، یکی دیگه از مؤلفه ها خانواده است،
یکی از مؤلفه ها خود فردی، یکی از مؤلفه ها آموزشه، مدرسه است، دانشگاهه، و تمام این مؤلفه ها جز به جز در این امکان اجتماعی اخلاقی زیستن، یا من اسمشو میذارم فرهنگی زیستن، فرهنگی زیستن در سطح بالا، یعنی ما خودم رو کشورهای دیگه هم داریم مقایسه میکنیم، میگه ظاهرا اونا دارن اخلاقی تر زندگی میکنن. نه من از سطح فرهنگی در حوزه های بالا هستش، چون اخلاق رو من تو حوزه مورالیتی صحبت میکنم، در حوزه اتیک و مورال تکلیفش روشن، یعنی اونجا قرار داده، اینجا بحث شخصیه. و عرض کردم که این مؤلفه ها درگیرش هستن، و به نظر من دو مؤلفه خیلی مهم، یکی رفاه و یکی آموزش، که اینها نمونه های هم ازش گفتم. و حالا اون تو بحث اجتماعی که بحث حاکمیت و مؤلفه های درش هم عرض کردم، و اینها تماما در واقع شکل یک جامعه رو در واقع ترسیم میکنه. یعنی من اولا قائل به این نیستم که در سوال شما که ما ایرانیان به ازای که ما ایرانی هستیم واجد یه سری اخلاقیات خاصی هستیم که قرآن متوفق میکنه، به هیچ وجه اینگونه نیست، ولی عواملی مؤثر میتونه باشه که در واقع ما رو خاص کنه، یعنی یک شکلی از اخلاق خاص، مثل قانون یا شرایط که از بیرون بر ما تحمیل میشه، و یا تمایلات اخلاقی یا رفتار اخلاقی داریم که مورد پسند بیرون میتونه نباشه. ببخشید زیاد صحبت کردم، خواستم بازش کنم. خیلی خیلی متشکرم، نکته های زیادی برای گفتگو هست که من بیش از حد از وقت خودم استفاده شخصی نکنم، بس میچرخونم، امیدوارم تو فرصت دیگه بتونم با شما گفتگو کنم، چالش های خودم رو بگم، چه بسا از شما باید بیاموزم، چون به اون تفکیکی که شما بین مورال و اتیک کردین من سوال زیادی دارم. اما راجع به جامعه ایرانی فقط اشاره کنم که به هیچ وجه صحبت ما ذات‌گرایی نبود، ذات ایرانی محل بحث نیست، بلکه آنچه که الان محل بحث اینه در جامعه ایرانی آیا وضعیت اخلاق اجتماعی مطلوب هست یا نه، با چه شاخصهایی، اگر آره اگر نه با چه شاخصهایی، و زمینهای اجتماعی این احیانا بی اخلاقی ها از نظر دوستان چیه. خدمت خانم دکتر ثانعی هستیم، خانم فاطمه ثانعی. سلام عرض میکنم خدمت شما استاد مرسی و سایر دوستان و حاضرین در اتاق. حقیقتش من در مثل بقیه مسائل بضاعت و سواد چندانی ندارم، در مورد تاپیک شما هم صاحب نظر که هیچ حتی اظهار نظر زیادی هم نمیتونم بکنم. اونچه که من رو واداشت که بیام رو استیج و بخوام چند دقیقه وقت دوستان و شما رو بگیرم این بود که دوستی از آمار حمایت اجتماعی سخن گفتن، و من از اونجایی که خودم هستم در انجوهای اصلی ایران و این رو میدونم میخواستم یه توضیحی بدم. اولا این که انجوهای ایران از اونجایی که توسط حاکمیت به رسمیت شناخته نمیشه و بعضا طی برنامه هایی که سر جمعیت امام علی اومد و همه مستحضر هستید، ما ترنوور مالی روشنی نداریم و نمیتونیم هم ارائه بدیم، چون حامیان اقتصادی انجیو ها معمولا ثروتمندان خارج از ایران هستند که بدون هیچ گرایش سیاسی حتی حاضرن کمک کنن به هموطنانشون، و چون آمار روشنی وجود نداره ما در اینجا میشنویم، در همین اتاق میشنویم که حمایت مالی در حمایت اجتماعی در ایران شاخص خیلی پایینی داره. در حقیقت این گونه نیست. شما استانهای فقیر کشور مثل کرمانشاه، مثل کردستان قسمت جنوبی، استان هرمزگان و استان خراسان جنوبی، اگر انجیو ها نباشن اصلا نمیچرخه، هیچ کسب و کاری نمیچرخه، هیچ تحصیلاتی صورت نمیگیره، آموزش و پرورشی نیست. اینو به باور میکنم،
یعنی حالا اینکه میگم اصلا نمیچرخه شد اصلا خب خیلی درست نباشه، ولی شرایط اجتماعی هم اونجا وجود داره که خودشون هم پذیرای حمایتای حاکمیت شاید به نوعی نباشن. در مورد اقتصاد که دوستی فرمودن که یکی از شاخصهای پایین اومدن اخلاقیات میتونه مشکلات اقتصادی باشه، باز هم من اینجا یه کامنتی میخوام بذارم. فرضاً استان خراسان جنوبی دومین استان فقیر و محروم کشوره، ولی جالبه بدونید که بیجن مرکز استان کم دوست ترین شهر ایرانه. من سطح فرهنگی رو عرض کردم، فرمودید از کردم که سطح فرهنگی به معنای عام خودش، نه اینکه اخلاق به معنای ذاتی. البته از اونجایی که من یاد داشت کردم از فرمایشات شما نبود، فرمایشات آقای محی بود فکر میکنم، و به همین خاطر میگم که آقای دکتر حاجیلی بود. آها خب پس بله آقای دکتر قنبری اشاره داشتن به این که کاهش به حمایت اجتماعی در ایران نشانی از ضعف اخلاقی خانم دکتر ثانی فکر کنم ناظر بر اون بخش دارم میفرمان که اون توصیف محل تجزیه نظره که حمایت اجتماعی فکر کنم اینجوریه. بله دقیقا همین منظورم بود. و دیگه یه مطلب دیگه هم این که ما داریم، میرزالیاده میگه که جوامعی که به آیین‌ها، سنت‌ها و رسومشون پای بندند چارچوب دارتر، قانونمندتر و اخلاقی ترن از جوامعی که صرفا ایدئولوژیکن. اگر ما بتونیم یه تفکیک قائل بشیم بین جوامع ایدئولوژیک و جوامع سنتی، این رو خیلی خوب میتونیم ببینیم. حتی تو جامعه ایرانی خودمونم تو استان‌ها که حالا دورتر هستن از مرکز و شما شاید برای درک بهترش بهتر باشه که از نزدیک لمس کنید اینا رو، این چیزها رو میبینید. یعنی انقدر که رسومات و آداب و سنن میتونه جامعه رو تحت کنترل بگیره، خیلی وقتا ایدئولوژی نمیتونه، به خصوص وقتی که شما یک نسبتی بین قدرت و اخلاق میبینید و میبینید که حاکمیت خود قدرت در دست داره چقدر اخلاقیات پایبنده. هرچی از حوزه فعالیت حاکمیت دورتر میشید میبینید که اقبال مردم به سنت‌هاشون بسیار بیشتر از اقبالشون به قانون و قانونی که حاکمیت اعمال داره میکنه، و سعی میکنن اخلاقیاتشون رو با همون شیوه ادامه بدن. این بحث رو ما تو حوزه ارتباطات از گادامر به نحو دیگه میشنویم. اون میگه که وقتی که پیامی داره بین فرستنده و گیرنده رد و بدل میشه، قاعده بازی قانون و اخلاق رو اون وچی اون طرفی تعیین میکنه که قدرتش بیشتره. باشه قدرت اون که بیشتره اخلاقات رو تعیین کنه، ولی به شرطی که خودش هم به همونها پایبند باشه. ما میبینیم که اون بعضی وقتا و اغلب اینگونه نیست و حاکمیت با اینکه قانون رو بر اساس ایدئولوژی بیان میکنه، ولی وقتی که منافع خودش در میون باشه اونها رو با ماده و تبصره هایی که با واقعیت جامعه اختلاف زیادی دارن و فاصله زیادی دارن تغییر میده، و به همین خاطر این باز پایه های اخلاق رو متزلزل تر میکنه در نزد جامعه. ممنونم که شنیدید. خیلی متشکر خانم دکتر. شما هم دو تا اشاره از صحبت شما من فهمیدم. یکی این که چیزهایی ممکنه تو ترسیم وضعیت اخلاقی اجتماعی دخیل باشه که تو بعضی از آمارها و داده ها نیاد، خوبه که ما اونها رو هم ببینیم، و خود این ایجاد امید به نظرم گام خوبیه. یعنی اگر داریم وضع منفی کشور رو میبینیم، اگر این وضع منفی واقع بینانه نباشه، از سر دلسوزی وضع منفی رو بدتر از اون چه که هست توصیف بکنیم، این یأس میتونه خودش باعث نهادینه شدن بی اخلاقی باشه. بنابراین اگه گام های مثبت رو ببینیم خوبه، یعنی در کنار آسیب شناسی خوبه که ما فرصت شناسی هم بکنیم و امید ایجاد کنیم برای
دومینوی اخلاقی شدن. این درسته، اما برای اینکه باز بس ملموس بشه، من خودم الان مطالعه و تحصیل خودم به سمت فلسفه اخلاق، ولی توی امشب ما نمی‌خوایم فلسفه اخلاق بحث کنیم، اخلاق اجتماعی. اگه میگیم اخلاق در ایران چجوریه، باز من شاخص‌های ملموس بگم. برای مثال من خودم زیاد خارج از ایران نبودم، ولی 4-5 تا پایتخت کشورهای دیگه از کشورهای عربی گرفته تا اروپایی رو مقایسه میکنم. ببینید به این مثال ملموس توجه کنید، در پایتخت ایران تهران زنی که ساعت 11 شب 12 شب در خیابونه برای اینکه به داروخونه برسه برای مثلا مادر محسنش داروی تهیه بکنه، چقدر احساس امنیت میکنه، احساس راحتی میکنه، چقدر بوقهای نسنجیده میشنوه. اینو مقایسه کنید با بیروت، با بغداد، با نمیدونم سعودی، با یک کشور اروپایی. وفای به عهد، تقلب، امانت در خیانت. وقتی میگیم اخلاق اجتماعی موضوع اینه، یعنی وقتی شما میرید مثلا یه قطعه میخرین، یه قطعه ماشین، چقدر مطمئنین که این قطعه که روش استاندارد ایران خورده واقعا استاندارده، یا بردن جنوب تهران یه قطعه فیک رو گرفتن روش. و این مثالهایی که من میزنم این مثالهای رسمی اعلام شده کشوره. بنابراین اعتماد اجتماعی شاخصه. ما میخواییم این که آدم های فرمودن جوان و محسن تفاوت ارزشی دارن، اون بحث در جای خودش خیلی ارزشمنده. یعنی من الان از منظر حکومت نمیگم سقوط اخلاقی و نگاه هم به بعضی از هنجارهای جوانان باشه، این که اصلا و ابدا تو صحبتمون نبود، اما ما تو اخلاق فرهنگ های مختلف چیزهایی داریم مثل وفای به عهد، مثل ستم روا نداشتن به دیگران و تقلب نکردن. چقدر پلیس ما، من باز براتون مثال بزنم، در مثلا آذربایجان وضع اخلاق اجتماعی از ایران بدتره با شاخص پلیس. 5 شاخص کلی وجود داره تو دنیا که اخلاقیات اجتماعی میسنجن، یکی شهرداریه، یکی پلیسه، یکی بهداشت و درمانه. چقدر تبعیض تو بهداشت و درمان وجود داره. اگه فرزند حسن روحانی امشب تب کنه، بیمار متشنج بگیره، با چند دقیقه زنگ زدن، بعد از چند دقیقه از زنگش که بگذره آمبولانس میاد و چقدر به سرویس میده. بچه‌ای که در جنوب مثلا سیستان و بلوچستان هست چقدر. این شاخص‌ها رو تو دنیا میسنجن، یعنی هاسپیتالیتی شاخص سنجشه و میزان برخورداری و عدالت اجتماعی. وقتی از اخلاق اجتماعی صحبت میکنیم اینه، تبعیض، برخورداری، دسترسی به امکانات، اینا یک شاخصه در کنار وفای به عهد، اعتماد به دیگری. میخوایم ایران رو بررسی کنیم منصفانه و واقع بینانه، ای بسا به برونشوی برسیم. خب حالا استفدار روایت باز بخواب این مواردی که فرمودید، عمل یا عدم عمل به قانون نیست، یعنی یه قوانین اجتماعی داریم، قوانین سیاسی داریم، تو حوزه اجتماع قوانین داریم، تو حوزه بهداشت داریم، تو حوزه در واقع این که بوق تابلوی بوق نزن تابلوی فلان داریم، و عمل کردن و عمل نکردن به قانونه. یعنی من خب میگم که قانون اون چیزی که شما دارید اسمش رو اخلاق اجتماعی میگذارید. شما توی نامگذاری چالش دارین. خب ببینید، بله مهمه. خب من پس یه توضیح خدمت رفتم شما. که ما قانون مداریم یا بی اخلاقیم؟ قانون رو رعایت نمی‌کنیم یا اخلاق نداریم؟ خاطر اینم گفتم مورالیتی و در سطح مورال لا، یعنی همین قانون و مورال رول، اخلاق رو وظیفه، یعنی اخلاق شخصی تقسیم کرد. خب اخلاق وظیفه که مکتب دیونتولوژیزم، اونو به فعلا بذاریم کنار. نه اون معنی نداره، معنی اخلاق شخصی، معنی اخلاق شخصی. ببینید نسبت بین قانون و اخلاق رو پس روش تفاهم کنید. اینی که من میگم بحث من نیست، از آقای ناصر کاتوزیان نقل میکنم که حقوقدانه. قانون رسوب تاریخی اخلاقه. یعنی چی؟ یعنی هر نقض قانونی بلا استثناء اگر اون قانون اخلاقی باشه نقض اخلاق هم هست. مثلا دزدی نکن یه حکم قانونیه و حکم اخلاقی هم هست. قتل نکن هم حکم قانونیه هم حکم اخلاقی. منتها فرقش چیه؟ قانون الزام‌های اجتماعی مبتنی بر مجازات، اخلاق مبتنی بر تقدیر وجدانیه. این تفاوت مهمه. یعنی اگر شما قانونی اخلاقی تصدیق شده باشه، یعنی
ناظر بر رعایت دیگری. اون وقت شما وقتی در جامعه از خط قرمز عبور کنی، از چراغ قرمز عبور کنی، اولا قانون رو نقض کردی. اما ببین تنبیه اجتماعی یعنی فورس اجتماعی، یعنی اونجایی که دادگاه شما رو تقبیه، نه میگم تقبیه اجتماعی، اخلاق است تقبیه، یعنی جامعه جنی لغزه شخصی یا اجتماعیه. بله میگم حوضه شخصی یا اجتماعی. نه وقتی شما در کنیم که به نظر قانونی اجتماعی رد میکنه. ببینید من اگه جلوی جلوی خیابون شما، جلوی پارکینگ شما، در خونی شما ماشینی رو پارک بکنم، بیقانونی این کار بیقانونیه. اما فارغ از قانون، اگه قانونی در کار نباشه، آیا کار غیر اخلاقی هست برای نفس؟ بسیار اون موقع باید بشین ببینید که نظر شما در مورد اخلاق چیه، یا نظر من در مورد نظر جمعی کسانی که راجع به اخلاق بحث میکنن اینه. برای مثال اخلاق فردی از کل اجتماع باید حذف کنید. نکنید اون کسی که اومده ماشین رو اونجا پارک کرده، من میتونم واسه دلیل بیارم که من ماشین جلوی در ورودی تو پارک کردم به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل که من فکر میکنم کار درستیه، و اونم دلایل خاص خودش داشته باشه. ولی به طور کلی قانون میگه که این کار عمل غیر قانونیه. قانون ضمانت اجتماعی مبتنی بر مجازات هست درباره امر اخلاقی. بذارید یه دیالوگ کلبه رو بیارم. شاید اصول اخلاق من یک چیزی دعوا بکنم. در ابتدای دعوا گفتگومون الان فکر میکنم خانوم الان هم اینجا نیستن، ببینید یک نمونه از قانون رو آوردن، شاید این در واقع یک مصداق خوبی باشه برای این گفتگوی در واقع دو نفره. دقیقاً یک مصداقی از قانون رو آوردن، الان نیستن در واقع در اتاق، که گفتم من در مترو لندن این رو دیدم. من مترو دهلی این رو ندیدم چون قانون به نظرم نبود، ولی در مترو استانبول این مترو لندن میدونم که این هستم. در مترو استانبول من واقعا برام سوال شدش. خب و این سوال رو در اینستاگرام گذاشتم و خیلی ها پرسیدم که به نظر شما از مردم عامی، مردم آدم های آکادمی که دانشگاهی که دیدارید شما، چرا در واقع حرکت از در واقع در یک طرف نیستن و یک طرف رو آزاد میذارن. ببین این یه قانونیه که ما در ایران نداریم و اصلا ربطی به اخلاق نداره. یعنی این رو به مصداق یک امر اخلاقی نگیرید که مردم لندن یا مردم استانبول یا مردم کشورهای دیگه که این قانون درش هست جناب حمید، ستم روا داشتن به دیگری آیا قبح اخلاقی دارد یا نه؟ الان بحث قبح سوال بازه دیگه، الان موقع اخلاق و مفقیرایانه اصلا اصطلاحات مکاتب جناب فاضل، مکاتب رو بذاریم کنار، روی شهود عمومی حرف بزنیم. ما 6 تا اصل داریم مورد توافق مینیمالیست های اخلاقیه. 6 تا اصله. من میدونم استاد همه اینها رو میدونم، فرشت شما کاملا صحیحه. من در واقع مصداقی تا در پارکینگ خونه اومدم، یه سوالی از شما پرسیدم. پرسیدم که شما وقتی از قانون صحبت میکنید آیا از همون اخلاق اجتماعی صحبت میکنید؟ فرمودید که بله، یعنی رسوب مثلا فرمودید که در واقع رسوب اخلاق در نه گفتم قانون از نظر آقای کاتوزیان قانون بله. مرزم آوردید نه گفتم رسوب تاریخی اخلاقه، یعنی ما فعلا به فورس اجتماعی و مجازات و پلیس کار نداریم. فارغ از این که در جامعه پلیسی باشد یا نه، زندانی باشد یا نه، باتومی باشد یا نه، من نزد وجدان خودم تعدی به حق دیگری را قبیح میدانم یا نه. این میشه هم آقای ببخشید من نگاه میخواهم مثال مترو تمام کنم. مثال مترو من دو عامل گفتم. گفتم آموزش رفاه،
آموزش رفاه که یعنی اقتصاد پیشرفته دیگه. وقتی اقتصاد پیشرفته است، تعداد واگن‌ها بیشتره، متر راحت‌تره، تعداد لاین‌ها بیشتره، تبعیت متراکم نمیشه، تبعیت راحت‌ترن. ولی وقتی توی هند و توی ایران این اتفاق نمیفته، من در مورد داشتم چی گفتم؟ در مورد صد فرهنگی، صد اخلاقی داشتم حرف می‌کردم. نه اخلاق فردی که اونا اخلاقی‌تر از ما هستن، نه صد اقتصادی. اینجا اگر که مترو در واقع تعداد واگن‌ها رو دو برابر کنیم، دو برابر سطح اخلاقی یا سطح برخورد مناسب مردم بهتر خواهد شد. این رو من دارم عرض میکنم. میخوام بگم ما یه سطح اخلاقی داریم وابسته رو عرضم کردم. دو امر آموزش که بر اساس در واقع مدرسه و دانشگاه هست و امر رفاه که به معنای اقتصاد یعنی توسعه اقتصادی، اینها در رفتار اجتماعی انسان ها یا چیزی که شما میدن اخلاق اجتماعی انسان ها اثر دارد. اما اونجا که درباره درباره اخلاق خود شخصی، ما اینجا نمیتونیم بگیم که آقای سوئدی از من اخلاقی تری یا من از آقای هندی اخلاقی ترم یا هر چیزی. ممکنه اون اخلاقشون بر مبنای یکی دینی داره فکر میکنه، یکی اخلاقش از جای دیگه میگیره، یکی نسبی میدونه، یکی اصلا اخلاق هم رو برساخته میدونه، چیزی واجبی به نام اخلاق نمیشناسه. ببخشید من واسه این بحث مترو رو به این شکل توضیح دادم بر اساس صحبتی کردم که سوء تفاهمی پیش نیاد. متشکرم. استفتا بعد جناب حمید از توضیحاتون استفاده کنم. من میخوام یه دور بشرف من سعی میکنم خودم دیگه کامنت نذارم که نقض نوبت نشه. بعضی دوستان خیلی منتظرن. جناب سکافان اگه صحبت کنه. سلام هستم خانم سفتا تشکیف داریم. صدای من رو داری؟ سلام بله 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 متشکرم. سلام عرض میکنم. ممنون از تاپیک خوبتون و روم خوبتون. من ابتدا سعی میکنم به سوال دوم شما که در تاپیک نیست پاسخ بدم. این که فرمودید در جامعه ایرانی اصول اخلاق دیده شده و حالا یک مقدار در مورد دلایلش صحبت بکنم. من فکر میکنم در جامعه ایران در حال حاضر ما اصول اخلاق رو داریم، به دلیل اینکه جامعه ایران از دیرباز با مفاهیم مذهبی و دینی گره خورده بوده و در دنیای نوین امروزی که یک سری شک و شبهه ها در حوزه مفاهیم دینی و مذهبی مطرح شده، جامعه ایرانی الگوی مناسبی برای رعایت اخلاق رو در خودش نداره و با توجه به پیشینه‌ای که خدمتتون عرض کردم دچار یک گمشدگی اخلاقی شده. من از این تعبیر میتونم استفاده بکنم، به دلیل اینکه اولا ما نقض در قانونمون داریم که من در حوزه اخلاق حالا اگر فرصت باشه میپردازم به اینکه نقض قانون چیه، و مورد دوم اینه که الگوی مناسبی برای اخلاق مداری نداریم، چون یک مقدار جامعه ایرانی در روزگار امروز پشت کرده حتی به پیشینه ها و الگوهای اخلاقی که در گذشته داشته و به واسطه نقض دین و دینداری و اون اخلاقی که از مذهب میاد. من خودم آدم دینداری نیستم، به دین معتقد نیستم، اما به کارکرد دین خصوصا در حوزه اخلاقی اعتقاد دارم. این باعث شده که جامعه ایرانی از اخلاق فاصله بگیره. و یک مورد خیلی مهم دیگه که مطرح شده اینه که یک سری الگوها رو از دنیای غرب و دنیای پیشرفته به عنوان مثال دریافت میکنه که این الگوها منطبق با فرهنگ جامعه ایرانی نیستن و فکر میکنم در حوزه اخلاق تطابق پذیری الگوهای اخلاقی هم خیلی مهمه، به دلیل اینکه شما اگر یک گزاره اخلاقی رو وارد یک جامعه بکنید و این گزاره تطبیق نداشته باشه با معیارهای اخلاقی که در جامعه دیده میشه، در فرهنگ جامعه وجود داره، این خودش میتونه آسیب رسان بشه. اگر بخوام برگردم به تاپیک و اینکه امکان اجتماعی اخلاقی زیستن وجود داره یا نه، من باز هم نیاز به این دارم. یک خانومی اینجا در مورد تکرار پذیری صحبت کردم و به نظر من این خیلی موضوع مهمیه و اجازه میخوام که این عنوان رو به عنوان فرهنگ استفاده بکنم. و فرهنگ چیزیه که یک روزه یا دو روزه پیش نمیاد، یعنی چیزی نیست که ما به یک باره بیاییم
با تصویب یک قانونی یا با ارائه یک الگویی بخوان یک فرهنگ رو تثبیت بکنیم. در جامعه هایی که امروزه به عنوان اخلاق مدار شناخته میشن، اینها یک فرهنگی رو تبدیل به قانون کردن، یک فرهنگی که در اون اخلاقیات به درجه، حالا اینکه چه پیشینه‌ای باعث به وجود اومدن این اخلاقیات بوده، من فکر می‌کنم تجارب گذشته، یعنی تاریخ باعث به وجود اومدن یک سری اخلاقیات شده، علاوه بر این که یک سری اون چیزی که فرگشت در انسان به قسمت تحلیل پذیری، توانایی همزادپنداری در انسان به وجود آورده هم موثره، گزاره های مذهبی هم موثره و در نهایت تبدیل فرهنگ میشه و این فرهنگ بعد از مدتی تبدیل به قانون میشه. این سیر اگر درست پیش بره و در نهایت من باز هم میخوام روی قانون تاکید بکنم و این قانون گذاری بر مبتنی بر فرهنگ و مبتنی بر گزارهای تاریخی به درستی تصویب بشه، یک جامعه به سمت اخلاق مدار شدن پیش میره. اما اینکه به درجه‌ای برسه که در مقابل قوانینی که از نظر فردی یا اجتماعی به عنوان قوانین اخلاقی هم تلقی نمیشن، یعنی یک جمعی شکل بگیره در راستای اعتراض به یک قانونی اقدام بکنن، این برمیگرده به نوظهور بودن یک سری گزاره‌ها. ما در حال حاضر در جامعه ما با یک سری مفاهیمی مثل همجنسگرایی، مثل برخورد با همجنسگراها، مثل خیلی مثال‌های دیگه روبرو شده که مجبور شده مفاهیم اخلاقیش رو دچار تغییر بکنه و کنش‌های جدیدی نسبت به این جامعه ایفا بکنه. در این موارد فکر می‌کنم اون منطق و اون تغییر اخلاق، اگر یک موضوع جدیدی پیش میاد، نحوه تغییر کردن اون اخلاق خیلی مهمه. و باز هم تاکید میکنم این تغییرها باید مبتنی بر جامعه باشه. اینکه در جامعه این که هنوز تفاوت بین زن و مرد وجود داره، ما به یک باره بیام یک گزاره خیلی عمیق‌تر مثل حقوق همجنسگرایان رو مطرح بکنیم، من فکر میکنم این در حال حاضر تطابق با جامعه نداره. و صحبت هم کوتاه میکنم، سیری که داره پیش میره، سیر فرهنگ سازی که قراره به قانون منتهی بشه و قراره در جامعه پیاده بشه، باید یک سیر بسیار کارشناسی شده باشه و باید پله پله این مسیر اخلاق مداری رو طی کرد با توجه به همون نگاه فرهنگی، نگاه تاریخی، نگاه فلسفی به اصلا لزوم وجود اخلاق و عدم لزوم اخلاق. و در نهایت به عقیده بنده باید تبدیل به قانون و حالا روی کرده تطابق پذیری قانون با فرهنگ درش اجرا بشه. مرسی که به من فرصت دادید. خیلی متشکرم. بحث نسبت قانون و حقوق مثل که همچنان موضوع مهمیه، نصایح خوبی اشاره فرمودید. انشاءالله فرصت بشه ما تو توازن میکنیم بحث رو تموم کنیم. 4 تا از دوستان هیچ صحبت نکردن، اگه نفری 2 دقیقه صحبت کنن تو دور اول منظرشون رو کلی بگن که تو باقی مونده فرصت باز بتونیم بین دوستانی که مایلن یه بحث و مبادله صورت بگیره فرصت باشه. جناب علی خدمت شما هستیم. جناب علی جهان شاهی سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و شبتران میگم. بسیار استفاده صحبت‌های صدا رو الان داری؟ بهتره برای مجد. خیلی استفاده کردم از صحبت‌های دوستان، گرچه حالا به دلیل باک چند بارم بیرون افتادم. من میخواستم راجع به کارآمدی ساختار و سیستم صحبت بکنم و عدم کارآمدی که منجر به فسادزایی و در نتیجه افول اخلاقی میشه. یه اتفاقی که سالهاست در ایران افتاده، ساختارهای ناکارآمد حکومتی و اداری و بوروکراسی بسیار پیچیده و بسیار ناکارآمده که منتج به این شده برای اینکه سیستم کارش پیش بره، یک سیستم‌های موازی فسادزایی ایجاد شده. یعنی شما الان، من به دلیل کاری که در حوزه بازرگانی دارم در این چند ساله دارم می‌بینم، قوانین بسیار ناکارآمدی، سیستم‌های بوروکراسی اداری ما بسیار ناکارآمده، در نتیجه شاهد ایجاد سیستم‌های موازی فسادزا در کنار مثلا صنعت مدن تجارت هستیم، در گمرکات هستیم، در ادارات دولتی هستیم، چون سیستم به خودی خود کارش پیش نمیره.
در نتیجه یک سیستم فسادزایی در کنار اینقدر شک میگیره که کار رو جلو ببره، وگرنه کل سیستم کلپس میکنه و شما دیگه اصلا کل ساختار جلو نمیره و کار روی زمین میمونه. همین فسادی که به صورت جانبی ایجاد میشه در کنار این سیستم ها باعث میشود که قپ اخلاقی در جامعه ریخته بشه. یعنی یک نفر برای انجام امور عادی که حق روزانش هست که بره کارهای اداریش به صورت کاملا روتین انجام بشه، مجبور به پرداخت رشوه میشود. خب این امر اخلاقی رو در ذهن و روح و روان این فرد در حقیقت دچار افول میکنه و این تبدیل به یک عادت روزمره میشه که نتایجش رو در جامعه میبینید. پس بنابراین این سیستم ناکارآمدی که سالهای سال در به خصوص دوران بعد از انقلاب، حالا من چون متولد بعد از انقلاب هستم، داریم میبینیم، این سبب ایجاد فساد گسترده‌ای در سیستم شده که شما دارید در وسعت بسیار عجیب غریبی و رقم های عجیب غریبی میبینید که وجود این رقم های عجیب غریب فساد های مالی خودش قب اخلاقی رو در سطح کلیت جامعه کاملا افول میده. یه نکته دیگه هم ناظر به حرف های خانم سفدا بگم، یکی از ریشه های اخلاق در هر جامعه میتواند دین باشد. استفاده ابزاری حکومت از دین و تهی کردن معناهای دینی و استفاده ابزاری از اونها در حقیقت ارتباط جامعه را از این ریشه قطع کرده و در نتیجه ما الان مبناهای اخلاقیمون دچار تردید هست و یکی از در حقیقت علل افول اخلاق در جامعه ما همین استفاده ابزاری حکومت از دین و تویی کردن معناهای اون هاست. من یه مثالی بیارم، یعنی انتزاعی کردن مفاهیم اصلی دینی و بعد بحثمون دیگه تموم کنم. شما در نظر بگیرید وقتی حاکمیت و جریان روحانیت به هر دلیلی حالا تبلیغ میکند که شما امر اخلاقی رو میتوانید با انتزاع به دست بیاورید نه با عمل در جامعه، یعنی بروید نذری بدهید، بروید سینه بزنید، بروید گریه بکنید، بروید نماز بخونید، بروید روزه بگیرید و اینها رو به جای عکد اخلاقی در جامعه برای ما تلقین میکنه و تبدیلش کنه به یک انتزاع، یعنی چیزی که کارکرد اخلاقی در جامعه نداره. شما هزاری بروید مثلا روزه بگیرید اما از اون ور بیایید رشوه بدهید، یعنی صحبتی در مورد این نمی کند، در مورد اینکه چقدر در قبال هم نوع در اجتماع شما مسئولی صحبتی نمی کند و این امر اخلاقی رو به یک نظری دادن مثلا تعبیر می کند و این هم بسیار بسیار در طول این 40 چند سال آسیبزا شده و میگم ریشه های جامعه رو با مبناهای اخلاقش که در دینش بوده کاملا قطع کرد. من همینجا بحث رو دیگه تمام بکنم. بسیار عالی. عذرخواهی میکنم جناب ارتش خان، این نکته که اینجا فرمودن نکته خیلی مهمی بود. اتفاقا وقتی بحث از امکان اجتماعی میشه، یکی از امکانهای اصلی امکان اجتماعی نهادهای کارآمد هست. وقتی ما از امکان اجتماعی صحبت میکنیم، یکی از شاخصهای اصلیش همین مطلبی که فرمودن و به خوبی اشاره کردن که نهادهای ناکارآمد چگونه به فساد دامن میزنن و چگونه خود اون فساد در واقع به انواع بی اخلاقی ها در واقع منجر میشه و بی اخلاقی رو توسعه میده. بنابراین امکان اجتماعی به نظر من یک رکن اصلیش بحث نهادهای فراگیر کارآمد و البته عادلانه و معقوله. ممنونم از جام جانشایی. بسیار متشکرم. اگه اجازه بدید من پاسخ رو بدم. ببینید اینکه سیستم روابط فاعل دیگری آیا قبول اجازه برای اجازه ببخشید چون الان فرصت زیاده، اگر رو همین روال جلو بره بعد ما خدمت شما خواهیم بود. نکتتون رو یادتون نره، حتما نره، نظر شما رو خواهیم بسنید. بس خواهیم سن جناب رجب نجات، اگه صدای منو داریم خدمتتون هستیم. سلام دارم خدمت همسایه گرامی. دوستانی که صحبت کردن نکات متعدد و متنوعی گفتن، واقعا بهره بردیم.
کنیم. البته هر امکانی امکان داره. ما تا وقتی میشه در سطح آقای یا در دفت دوستان هم اشاره کردن، ما در جامعه چهره ایران نه یعنی اصول اخلاقی اگر دیگیم هست یکی میرد گردیم که اخلاقی ایران حاکمه. در این حالت نظر متعدد و متعدد و زمین های فراوانی داره. به تعبیر من اینجور بحث ها در کنه طولانی زنبونه، یعنی هر زاویه که میگیری هزاران بحث دیگه، ده ها و صد ها بحث دیگه باز میشه. امکان اینکه ما الان چرا اخلاق، البته پژوهشان نشون میده مثل کتابی که آقای سرتفاز احمد کشیدن تحت عنوان ما ایرانیان، البته رفتن اونجا ارزیابی کردن مثل سرمایه اجتماعی رو به افول نسبت قبل از انقلاب، دروغگویی بیشتر شده، نمیدونم اعتماد اجتماعی کمتر شده و هست دیگه. پژوهشان چند تا پژوهش اینجوری انجام شده. ببینید ما برای اینکه بساب دین بساب بسال یا نکته پس پشت این بساب تاپیک باید به نظرم اجازه داده میشیم. چطوری میشه که یک جامعه بی اخلاق میشود؟ خب پس باید ببینید خود جامعه چیه و اخلاق چگونه هستن. اگر فرد چکیده جامعه باشه، نهادهایی که جامعه پذیر کننده هستند مثل خود خانواده، مثل مدرسه که اشاره شد، مثل مسجد، من اضافه میکنم مثل کویو بردن، خیلی از چیزهایی که ما اتفاقا یاد نمیدیم بچه ها از کوچه از کوچه خیابون یاد میگیره دیگه، اینا همه فشرن. تو مدرسه ما کجا اخلاق یاد داده میشه؟ تو مسجد ما، تو منبر ما اخلاق کجاست؟ اخلاق عملا مثل این دوستان که گفتن که انتظاها با اخلاق خود میکنن و پس حالا از اینجوری بیل بریم جلو. یک نکته دیگه هست که ما مسئله شیرنشون فرق بکنیم در نااخلاقی زیستن یا متوجه نهادها یا ساختارها. هر سه بیشتر از چه نهادها و بیشتر از او قدر سر از او ساختارهای اجتماعی هستن که موثرن. البته باز اینا پیشیده باید اشاره قد بشیم. نکته دیگه که هست جامعه ما در حال گذاره. این که اشاره کردن که در گذشته دین منبع اخلاق بوده، البته بوده، ولی یک جامعه سنتی جامعه بسته به لحاظ نظری هم انگار خودکفاست، خودبسنده است، ولی الان در شرایط ما قرار گرفتیم که تحت هژمونی از فرهنگ دیگری هستیم که خوبی های خودش داره، جذب کننده است، کاراست، مفیده، رو به رشد میده آدم رو. بنابراین ما در حال گذاریم. جامعه در حال گذار یعنی جامعه که دیگر نیست، یعنی هرچی که بوده در گذشته الان نیستیم و چیزی که میخواهیم بشویم هنوز نشدیم. در معلقیم در هوا، در وضعیتی که معلقیم، یعنی ارزشی برای ما هنوز تثبیت نشده، هنجاری هنوز تثبیت نشده، البته الگوی عمل نیست دیگه. هنجار یعنی الگوهای عمل، ارزش هم یعنی چیزا که مطلوب همگان باشه. بنابراین واقعی اجتماعی انگار تو گویی در جامعه امروز ایران گم هستن، معلومه که چی هست و چی نیست. حالا اگر توضیحات در دور دوم مثلا حوصله به خیلی شخصی رو بودی کنم بیشتر از تو خدا دوستان شما متشکرم. خیلی ممنون از لطف و همراهی شما جناب رجبی نژاد. آقای دکتر خدمت شما هستیم. دکتر حسین عرض سلام دارم و مشکرم از تشکیل این گروه. عرض کنم خدمتتون که من مطلبی که میخواستم عرض کنم خانم سردا و علی بیشترش فهمودن. من فکر میکنم خیلی موضوع برمیگرده به ارتباط دین و اخلاق. بالاخره جامعه ما چه قبل انقلاب چه بعد انقلاب دین دار بوده و الان حوزه دین داره کمرنگ میشه. دین در بحث فلسفی داره که در چهار بعد وجود شناختی، مفهوم شناختی، معرفت شناختی و زمان شناختی میتونه مؤثر باشه در اخلاق، ولی چون به علت کار کرده مثبت دین، به علت حاکمیت دین در جامعه و نارضایتی که به وجود اومده در تمام ابعاد دین، چه اعتقادی، چه شریعت، چه بحث تجربه دینی و چه تأثیری که در اخلاق داره، این جنبه همه تضعیف شده و به همین جهت کار کرده اخلاقی دین هم در جامعه تضعیف شده. همونطور که در بعد تجربه دینی و معنوی هم ما میبینیم که انسان‌ها معنویت رو تو جای دیگه دنبال میکنن، چون احساس میکنن که دین اون جنبه معنوی و تجربه دینی که نیاز بود براشون برآورده نمیکنه.
من به نظرم خیلی این موضوع برمیگرده به این داستان و جامعه ما کم کم داره شیفت پیدا میکنه به همون اصلی که به نظر من تو اعتقاد شیعه هم این بوده که اصل دین برای تکریم اتمام مکارم اخلاق بوده، اصل دین انسانی و طبیعی هست. کم کم جامعه هم به این سمت شیفت پیدا میکنه که دین رو به عنوان مکمل نگاه. ممنون، متشکرم. ممنون آقای دکتر بخوپور. معلومه آقای پناهیان چند گوش میکنین ها، میگین دین برای اخلاق. خب ارادت دارم. خب جناب حمید، شما صحبت مستقل نداشتید، من اصلاحی میکنم چند تا کامنت که نیمه کاره بود الان خدمت شما باشیم که یک بار صحبت کرده باشید و توی 25 دقیقه آخر بتونید جمع بکنیم بحث رو. دوستانی که اگه صحبت نکرده دارن معطوف به اون برون شو. من فقط یادآوری میکنم که دوستان، ما الان بحثای دقیق فلسفه اخلاقی مد نظر نیست، بحث تفکیک اخلاق فردی و اخلاق جمعی مد نظر نیست. عنوان تاپیک این بوده امکان اجتماعی اخلاقی زیستن، یعنی فردی میخواهد شهروند اخلاقی باشد تو ساحت خانواده، فرد و جامعه، اما فارغ از نیت خودش و عزم خودش ممکنه بعضی از ساختارها و نهادهای اجتماعی امکان اخلاقی زیستن رو از او بستانند. راجع به این امکانها صحبت میکنیم که البته توی صحبتهای دوستان از منظرهای مختلف نکتهای ارزشمندی گفته شد. جناب حمید، اگه معطوف به تاپیک فرمایشی دارید استفاده کنیم. ببینید، فهمیدید که قانون، در واقع آقای کاتوزیان استاد او گفتن که قانون رسوب تاریخی اخلاق است. خب من در واقع میگویم اخلاق زایده زمانمند قانون هم هست، یعنی عکس این قضیه هم هست. اینها با هم در تبادل هستند. اینکه در واقع به یک طرف قضیه اشاره کنیم یک طرف نبینیم نیست. اخلاق زایده زمانمند نهادهای کارآمد و ناکارآمد هم هست. ببینید این قضیه مترو لندن و این داستانه که گفتن، اگر که کسی مثلا الان، من به این قانون اعتراض دارم، میگم که این قانون زیست اخلاقی، زیست امکان اجتماعی اخلاقی زیستن رو از من سلب کرده، داره به من ستم روا میکنه. شما فهمید که ستم روا داشتن به دیگری قبح ذاتی داره دیگه. من میگم که آقا خانم ببخشید، شما یه سمت راست، من میخوام از این پله‌ها برم پایین و زودتر به کارم برسم. متوجهین؟ اون افرادی که رو اون پله‌ها ایستادن تو این مثال ما باور ندارن که به من داره ستم میشه، چون باور دارن که این قانون در اینجا تصدیق شده به توسط در واقع همون رسوب اجتماعی که در واقع شما میگید، به این جمع به این نتیجه رسیده که مثلا حالا نمیدونم به علت تجهیزات گران قیمت مثلا که از اروپا وارد میشه برای مثلا پله برقی، این قانون یه قانون محلیه و این ارزشه، یعنی این ارزش بالاتر از این هستش که من الان به کارم برسم. متوجه این چی میخوام بگم؟ یا اگر که من اینو باور نداشته باشم، این قانون رو ستم به خودم بدونم، خب اینجا میام باش مبارزه میکنم. من مثلا میام میگم خانم آقا، خیلی قانون های دیگه ببینید، مثلا یه سری در واقع اخلاق عامه هستش که مثلا هی جهت کسی رو به اسم کوچیک صدا نزن. من اینو مثلا تو بیروت دیدم، همه آدما هم دیگه رو مثلا به اسم کوچیک صدا میکنن، ولی مثلا با کشور عربی خب چه این چیزی شاید نباشه، ولی خب مثلا تو سوریه مثلا چه این چیزی رو ندیدم، ولی توی بیروت چه این چیزی رو دیدم. خب این یک خلقی بود که به نظر من زیست بهتر اجتماعی رو در پی داره، همین که انسان ها با هم صمیمی‌تر میشن و یک سری گزاره‌های اخلاقی که در واقع میتونید براش بیارید. خب حالا من این رو میخوام در جامعه خودم داشته باشم، با چه چیزی در میافتم، با فرهنگ در میافتم، در واقع با خیلی چیزایی دیگه باید در واقع مبارزه بکنم تا این تبعیض رو از بین ببرم، یا این چیزی که از نظر من ناعادلانه است یا به زیست اجتماعی من داره ستم وارد میکنه، این رو باید از بین ببرم. خب من اینجا با قانون درگیر میشم. به صورت کلی بگم حرفم تمام، ببینید بیش از این که افراد اخلاقی بشوند، شرایط موجود انسانها رو اخلاقی میکند. شرایط موجود شامل در واقع فرهنگ عامه هست، قانون هست، امکانات مادی عمومی هست، وجود آرامش یا در واقع نبود اضطراب هست، در واقع خانواده هست، آموزش هست، خود فرد هست، خود در واقع ژنتیک فرد هست. همه اینها دست به دست میدن که
که یه شرایط موجودی اخلاقی تر باشد یا اخلاقی تر نباشد. من اگر که برم توی جامعه که شرایط موجود در واقع بیشتر فراهمه، به سرعت من اخلاقی خواهم شد، اخلاقی تر خواهم شد. و همون فرد اخلاقی هم یک اروپایی فرق نمی‌کنه، اگر به شرایط من بیاید به سرعت اخلاق او تنزل می‌کنه. متشکرم جناب حمید گرامی. آیه زمانیان، دور زدیم و رسیدیم به شما. من در تا پایان نمونده، چون شما بانی اتاق بودید، خود شما میخواین تا اینجا رو جنبنی فرمید و برای استفاده خیلی کوتاه از فرصتی که مونده با سوال شما بریم جلو. ممنونم از دوستان، نظرات خوبی گفته شدن، منظرهای متفاوتی. و فکر میکنم این نکته آخری که به حمید هم اشاره کرد که شرایط هست که افراد اخلاقی تر میکنه، شاید بهتر بگیم که شرایط متفاوت امکانهای متفاوتی برای انسانها فراهم میکنه تا اگر بخوان اخلاقی زندگی کنن بتوانن اخلاقی زندگی کنن، که در واقع یک عبارت دیگری از سخن ایشان بود. و بحث نهادها که اشاره شد و بحث نهادهای کارآمد که به درستی اشاره شد، من فقط خواستم به سرعت چند تا نکته اینجا خدمت شما بگم. ببینید، همچنین که من در یک کامنت کوتاهی گفتم، یک زمانی ما واقعیت جامعه رو داریم میسنجیم که آیا جامعه ایران الان به لحاظ اخلاقی چگونه است، که حالا ممکنه کسی بگوید غیر اخلاقی شده یا غیر اخلاقی تر شده، یا یک کسی بگه که نه الان وضعیت اخلاقی هست، ما در شرط خوبی قرار داریم. به عنوان مثال، این یک نکته، یعنی واقعیت رو ما بسنجیم. یک نکته دوم که جامعه یا توده مردم نگرش اجتماعی نسبت به جامعه چگونه است. این دو نکته است. ممکنه نگرش ها منفی باشه اما واقعیت آنچنان نباشد که در نگرش ها انعکاس پیدا کرده. این تفکیک از اون جهت مهم هست. از خواهیم کنم صدا میاد؟ بله صدا شما بخوبید. این تفکیک از اونجا مهم هست که ما رفتارهای اجتماعی، کنش اجتماعی مبتنی بر نگرش هاست. واقعیت هر چی که میخواد باشد، وقتی که من نگرش منفی نسبت به جامعه دارم، رفتار من رو تحت تاثیر خودش قرار میده. من یکی دو تا آمار رو از منبع رسمی انتشار یافته از سوی وزارت ارشاد دارم خدمتتون اشاره میکنم. میگم منبع رسمی به خاطر اینکه دیگه حداقلی از آمارهای اینجا ما میتونیم دسترسی بهش داشته باشیم. در پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان موج سوم که سال 95 منتشر شد، در اینجا وقتی که ما نگاه می‌کنیم، وقتی که فرض کنید از مردم می‌پرسند که نگاهشون نسبت به جامعه، می‌پرسند که من می‌خوام اینجا پنداش از عدالت رو اندازه‌گیری کنم، می‌پرسند که در اوضاع فعلی هر کس اگر پول و پاتی نداشته باشه به نظر شما حقش پامال میشه نمیشه، ولی پرسششون به این نحو نیست. پرسشش رو بسیار دقیق در خدمتتون بگم. میگن که میزان موافقت و مخالفتتون رو با این گزاره بگی. در اوضاع فعلی هر کس پول و پارتی نداشته باشد حقش پایمال میشود. در اینجا حدود 70% گفتن که ما موافقین هستیم، یعنی 70% گفتن اگر کسی پول و پارتی نداشته باشه حقش پامال میشه. و باز پرسیدن که بیشتر ثروت، یعنی گزاره ای رو گفتن، بیشتر ثروتمندان در واقع ثروتشون رو از طریق غیر قانونی مثل رانت و پارتی و اینا به دست میارن، و در اینجا حدود 50% گفتن بله این گونه است. ببینید، هر کدوم از این آمارها رو شما در نگاه میکنید، حالا در حوزه اخلاق فردی که حالا اون بحث قانون بود که اشاره دوستمون گفتن که ما این ویژگی ها رو میگیم و شما بگید که چقدر در بین مردم رواج داره، گذشت در بین مردم چقدر رواج داره، حدود 57% گفتن کم. امانتداری چقدر رواج داره؟ 47% گفتن کم. انصاف چقدر رواج داره؟ 55% گفتن کم. و همچنان به دروغگویی چقدر رواج داره؟ 72% گفتن دروغگویی خیلی رواج داره. و شما هم انواع این صفتهای در واقع منفی اخلاقی رو وقتی میبینید و صفتهای مثبت از اون طرف میبینید که نگاه بسیار منفی نسبت به جامعه وجود داره. وقت چه اتفاقی میفته این نگاه منفی؟ این نگاه منفی اینجوری میشه که من نگرش منفی نسبت به جامعه دارم، که اعتمادم رو از جامعه، در واقع اعتمادم زائل میشه از جامعه، و چون این گونه هست من هم شروع میکنم غیر اخلاقی زندگی کردم بر اساس اون بحث سرمایه اجتماعی و بحث اعتماد. اعتماد یعنی که من
آنگونه زندگی میکنم چون فکر میکنم او هم اخلاقی زندگی خواهد کرد. من در جامعه اخلاقی زندگی میکنم چون فکر میکنم شهروندان دیگر هم اخلاقی زندگی میکنند. اما اگر من فکر کنم که دیگران غیر اخلاقی زندگی میکنند، من هم شروع میکنم غیر اخلاقی زندگی کنم. بنابراین ما تو یک مثل اینکه تو یک دایره شیطانی میفتیم. نگرش منفی داریم، به رفتار منفی تبدیل میشه. رفتار منفی دوباره نگرش دیگران رو منفی تر میکنه و همچنان ادامه پیدا میکنه. از همینه که یکی از امکانهای اساسی، امکان اجتماعی غیر مادی برای اخلاقی زیستن، نگرش مثبت و اعتماد اجتماعی است که افراد و احاد یک جامعه داره که اگر این زائل بشه، وقت در اون وضعیت ما دچار یک در واقع محلال حالا فروپاشی شاید عبارت خیلی درستی نباشه، اما سستی شدید اخلاق میشیم و در واقع ما عناصر اخلاقی رو به تدریج از دست میدیم. و بازم تاکید میکنم اینجا بحث نگرش های اجتماعی مطرح است، نه واقعیت ها. واقعیت ها داستان دیگری است و ما اینکه واقعیت چگونه است یک داستان است، ولی اینکه شما واقعیت ها چگونه توصیف میکنی یا چگونه میبینی این یک داستانی که این دوتا رو باید از هم جدا که من نکته آخر که وقت رو نگیرم به صحبت دوستانم گوش بدم. ببینید اینکه چرا اخلاقی باید زندگی کرد، چرا اخلاقی نیستیم اگر این پرسش رو مطرح کنیم، چرا ایرانیان اخلاقی زندگی نمی کنن اگر از پرسش درستی باشه. بعضی اون رو به ژنتیک و این مسائل کمونی صورت رفت میدن. ما ایرانیان یه مقداری طعم و رنگ ژنتیک داره، مثل اینکه ما ایران اساساً بلاد زندگی این گونه هستیم. بعضی یک روکرد روانشناسی دارن، بعضی روکرد فرهنگ رو دارن، ولی من فکر میکنم علاوه بر این دو روانشناسی و فرهنگ باید بهش توجه کرد، امکان اجتماعی است، یعنی سرمایه اجتماعی اگر در جامعه افزایش بیاوه رفتار اخلاقی هم افزایش پیدا میکنه. اون سرمایه اجتماعی مثل همبستگی اجتماعی، مثل رضایت اجتماعی، مثل اعتماد و نگرش مثبت نسبت به جامعه است. من فکر می‌کنم تا همین حد کفایت می‌کنه و تلاش می‌کنم که بله روکرد دوستان رو ببینم. متشکرم جناب زمانیان. من زیاد وقت رو نمی‌گیرم، می‌خوام دوستانی که حرف نگفته دارن میکروفونشون رو خاموششون کنن که وقت تخصیص پیدا کنه تا زمانی که من ببینم. بعد جناب رنبری فهمیدن اشاره کنم جناب زمانیان، فقط پیشنهاد مطالعه بیشتر هست. من خودم راستش تو تقریبا دو سال پیش بین هم اخلاق اجتماعی و سرمایه اجتماعی ارتباط مستقیم میدیدم و سبک زندگی مثلا اخلاقی، ولی گالوپ و لگاتوم بررسی هایی کردن و داده هاشون خیلی برای من تأمل انگیز و جالب بود. این مقدار منو زیر پنداشتای منو زیر سوال بود. ژاپن، ایران، عراق، این ستا رو شما مقایسه کنید و اگر شما بپرسم که سرمایه اجتماعی کدوم بهتره و احساس شادکامی کدوم بیشتره، ژاپن از کشورهایی که احساس شادکامی تقریبا تو آسیا درجه اوله، ولی 12 تا شاخص داره. یه شاخصه سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی ژاپن بسیار بسیار کمتر از ایران و عراقه، یعنی رتبهش 3 رقمیه، عراق رتبهش 2 رقمیه و ایران رتبهش تقریبا 2 رقمی، از عراق یه ذره بدتره. این صحبت خانم دکتر سانعی فتانه خیلی همراه با این چیز گالوف که اگه سرمایه اجتماعی رو درست به کار ببریم تو اون تعریف بوردیویی و بقیه داستانها، ممکنه اخلاق مولتی فانکشن باشه، یعنی باورها، هیجانات. حالا شما ژنتیک گفتی، آقای فرانسوی کار که اونجا تحلیل ژنتیکی نمی‌کنه، بیشتر فرهنگیه. ایشون میگه من اصلا کار ندارم علت‌ها لزوم من چیان، ولی توصیف که می‌کنیم ما ایرانی‌ها گیری داریم، نباید اینو ذات گرایانه بپنداریم. در ذات ایرانی چیزی هست کسی که اینو نمیگه، ما داریم ترسیم می‌کنیم. بسیاری از توصیف‌های اقتصادی و اجتماعی توصیف می‌کنن اینکه علت بنیادی چیه، یه حرف دیگه است. اون مقاله How Islamical Islamic Countries که تو اکونومیکس 2010 تحقیق شد، اونم همین رو نشون میداد که ما رتبه‌مون 136 بود تو جهان حتی با شاخص‌های اسلامی. به هر حال ما الان فعلا من جمع‌بندی بکنم، فکر نمی‌کنیم که علت بنیادی بد اخلاقی زیستن رو پیدا کردیم. به همین توصیف دقت
بکنیم خودش خوبه. رابطه همبستگی بین عوامل اجتماعی و سبک زندگی اخلاقی به نظرم خوبه و یه مقدار خوبه که ناظر و شاخص‌های مطالعات اول توصیف درستی داشته باشیم، فارغ از این که تحلیل علتیابانه ما چیه و بعد به سمت برونسو بریم. جناب دکتر قمدری خواهش من فقط خیلی تعجب کردم، حالا من باید نگاه کنم اجابتان رو، چون اصلا از بر اساس مطالعاتی که توسعه اجتماعی پس اساسا توسعه میشه، توسعه بر مبنای اعتماد هست. اجابان اگر توسعه یافته منطقا باید اعتماد اجتماعیش بالا باشه و وضعیتی که ما الان درش قرار گرفتیم که منطقا باید اعتماد و سرمایه اجتماعی پایین میشه، ولی در این حال من بله اعتماد و همبستگی چیزی بیش از نظم قانونمنده. این چیزیه که تو اخلاق مهمه. تقلیل اخلاق به قانونمندی و نسبت درست بین قانون و اخلاق چیزی که من الان احساس کردم باید مستوفا رجوش بعدا صحبت کنیم. جامعه ژاپن جامعه منظمه اما سرمایه اجتماعی قوی توش نیست. فقط باز شاخص به شما بدن احساس تنهایی، خودکشی. ژاپن جایی که خودکشی تو رتبه گاهی به یه رقمی رسیده. اینا مهمه، یعنی حس تنهایی در ژاپن بیش از شاید همون دین آیینی که ما الان میگیم اخلاق رو از ما گرفت، ولی آن سوی کارکردش ایجاد نوعی همبستگی اجتماعی. به هر حال پدیده‌های اجتماعی مولتی فانکشن هن، چندبعدی هن و خیلی خوبه که به نظرم دقیق‌تر راجع به رابطه اینها بشه صحبت کرد. من دیگه از وقت بیشتر از این حضور نکنم، 7-8 دقیقه داریم. آقای دکتر قمبری از شما استفاده کنیم، بعد دوستانی که یک بار دیگه میکروفونشون رو برای من روشن کنن. خیلی متشکرم، من استفاده کردم و نکته زیادی یادداشت کردم بهره بردم. من اگه بخوام پاسخ آقای دکتر منصوری رو در اون پرسشی که داشتن حالا راهکار ارائه کنیم، من فکر میکنم که از یه جهتی با آقای کاظم موافقت کنم که باید بیایم تفکیک کنیم اخلاق در حوزه عمومی و خصوصی رو. حوزه خصوصی مردم رو به خودشون واگذاریم و حاکمیت از دخالت در حوزه خصوصی مردم و اخلاقشون دست برداره، چون وقتی حاکمیت یه چیزی رو میخواد به عبارتی که اینو باید در قالب قانون بخواد. و فکر میکنم راهکاری که ما باید دنبال کنیم، چه دیندار باشیم چه غیر دیندار باشیم، پرهیز از بنیادگراییه. به یه عبارتی ما میبینیم که الان بنیادگراها میخوان قوانین رو تحمیل کنن، حتی در ساختارهای رسمی هم این کار رو دارن انجام میدن و این منجر به بی اخلاقی مداوم و چرخه های تو در توی فساد و بی اخلاقی در اجتماع خواهد شد. اگر بنیادگراها قصد اخلاقی زیستن، قصد دیندار و واقعا الهی بودن دارن، اولین کاری که باید بکنن اینه که قدرت رو عادلانه توزیع کنن. عدالت فقط در توزیع سیب زمینی نیست، مهمترین عدالت توزیع قدرته. شخصی که مادام العمر قدرت رو در دست داره این کار غیر اخلاقی داره انجام میده. باید گردش قدرت وجود داشته باشه، توزیع عادلانه قدرت وجود داشته باشه. در مباحثی که مطرح شد در باب تفاوت بین اخلاق و حقوق، دو تا دیدگاه کلی داریم. آقای دکتر کاتوزیان در همون جلد اول فلسفه حقوق اونجا توضیح دادن ما مکتب‌های حقوق طبیعی و فطری داریم، مکتب حقوق تحققی هم داریم. در مکتب اول اخلاق و حقوق با هم تنیده، در مکتب دوم اخلاق و حقوق از هم جدا میشه. چرا؟ چون یه اصلی مطرح میشه که قانون بایستی عمومیت داشته باشه، جنرالیتی داشته باشه. یعنی من اگه مثلا اومدم توی این روم با بقیه یه حالت برابری داشته باشم در مثلا شیوه هایی که در نظر گرفته شده، ولی اخلاق حالت جنرالیتی نداره. اخلاق من مسیحی با اخلاق یهودی با کاتولیک پروتستان به قول وبر اینا اخلاقیاتی دارن که هر کدومشون نمیتونن با سرمایه‌داری کنار بیان. وبر برای این میگه پروتستان ها میتونن با سرمایه‌داری کنار بیان ولی مسلمان ها نمیتونن کنار بیان. البته یه تغییراتی هم کرده از 1920 که ایشون مرده تا امروز یه تفاوتایی هم اینجا داشتیم. یکی از چیزایی که من جاشو خیلی خالی میبینم، یکی دو بارم سه بار در واقع گروه الان اینجا اشاره کردن، نقش صنعت در پیوند با اخلاق. ببینید متروی استانبول عرض ریلش از متروی تهران بیشتره،
یعنی امکان رد شدن یه نفر از کنار شما وجود داره، ولی در مترو تهران وجود نداره، جدا از علائم دیگه یا اصطلاح آموزش عمومی، استفاده از فضاهای عمومی. این تفاوت‌ها رو ما باید در نظر بگیریم. نقش صنعت هم مهمه در مثلث خوشبختی، تنها آموزش کمک نمی‌کنه، قانون کمک می‌کنه، صنعت هم کمک می‌کنه، سه تا ذیل داره، این سه تا باید با هم کار کنه که ما بخوایم یه کاری رو دنبال کنیم. به عبارتی من دموکراسی رو راه حل نمی‌دونم برای مسئله اخلاق در حوزه عمومی. اگر بیان سمت بنیادگرایی، به فساد مداوم دامن خواهیم زد. بقیه موارد هم دیگه وقت نمی‌ذاریم. بسیار متشکرم جناب کاظم. جناب رجب نژاد، جناب کاظم شما استفاده کردم از صحبت انصوتی. من چند تا گزاره به عرض کنم خدمتون. ناظر به صحبت حضرت عالی که فهمید که تفاوتی بین اتیک و مورالیتی وجود نداره. نکته که وجود داره در واقع اتیک ها فصلش. همین مثالی که در مورد جناب علی در مورد سازمان ها زدن و فروپاشی در واقع اخلاقی سازمان ها و کلاس کردن آها، ما یه بحثی توی مدیریت بیم در تزمه اون اخلاق در مدیریت یا اخلاق مدیریت یا اخلاق پزشکی یا ارزم حضورتون که اخلاق هوش مصنوعی، یعنی ماشین های خودران که الان میخوان میان برای کسی میگیریشون، ما به لحاظ اخلاقی خیلی مسائل داریم باید تعیین کنیم. اینجاست که اتی وارد میشه. اصلا بحثش با مورالیتی. جناب کاظمی سوال کوچیک کنم، اگه شما به انگلیسی بخواید بگین دانشگاه اخلاقی چی میگی؟ بله اگه به انگلیسی بگین دانشگاه اخلاقی، به نظر شما اخلاقیاتی که به دانشگاه به نهاد اصلا قطعات شما باید چی کسی یا مورد من معذرت دارم یه بار دیگه بفرمایید. معذرت می‌خوام الان صدام هست؟ صدامو دارین؟ بله 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 صدامو دارین؟ بله ممکنه من ضعف نت دارم. خیلی کوتاه پرسیدم به انگلیسی اگه شما بخواید بگین اخلاقی که به نهاد دانشگاه حاکمه اتیک یا موراله. گفتم بابا دو حوزه مختلفه، اینا تفکیک شده. مورالیتی نه میگم دیگه، من میخوام اخلاقیات نهاد علم رو، نهاد دانشگاه رو میخوام توصیف کنم از نظر شما. اون اتیک، اون اتیک. خب من الان ده ها کتاب انگلیسی هست، الان سرچ کنین اسمش هست مورال یونیورسیتی. اصولا ده تفکیکی که توی ادبیات ایران اسمش آف یونیورسیتی، این کتابی آقای مدیحا آفرین آفرین. برای من میگم تو ادبیات انگلیسی، ببین تو ادبیات انگلیسی اسلش میزنن اتیکال مورال، یعنی میخوام بگم اون تفکیکی که ما تو ایران اصرار من هر کدوم ادبیات انگلیسی نیست. اجازه میدین میگم اون اصراری که من میبینم تو ایران از آقای عباس آخوندی تا دوستان دیگه‌ای که حوزه مدیریت عمران یا کارهای دیگه است و به اخلاق ورود میکنه، این تفکیک برایشون خیلی جذابه، در حالی که در انگلیسی پرس ببین پرسونال اتیکس با ارگانیزیشنال اتیکس متفاوته. شما یه دیکشنری انگلیسی بردارین بگین اتیکس یعنی چی، میگه مورال یونیورسیتی. یعنی ما اون تفکیکی که حالا من میخواستم بگم ترمینولوژی ممکنه افتاد باشه، ما را حتی کنه بحث لفظی رو بزنیم اینشالا برای این بزنیم یه گذاره دیگه مخواستم. بله بله یه گذاره کنیم بسید اون با یه گذاره دیگه هم مونده بگم، این که همه سر این موضوع که دوشار اصول اخلاقی شدیم، این اصول اخلاقی شده، من میخوام یه چیزی اضافه کنم به این موضوع. این که زمان این رو تعیین کنید که بگید که ما از دو سال پیش، سه سال پیش که شهرده اقتصادیمون، چهار سال پیش یا پنج سال پیش، از سال 57 از که از تجدد بگیریم یا سنت، از چقدر عقب بریم بیاییم جلو که ما آیا جامعه ما اخلاقی شده یا اخلاقی نشده. هر کدوم از اینا تفاوت داره. اگر سنت تجدد رو بخوایم در واقع مرز قرار بدیم، به شدت جامعه نه تنها جامعه ایرانی، جامعه دیگه با توسعه علم و تکنولوژی به شدت اخلاق مند
تر شدن. ولی میتونیم بازه‌های زمانی کوتاهی در نظر بگیریم، بگیم از دو سال اخیری که فشارهای اقتصادی اومده، این اتفاقات به خصوص این اتفاقات افتاده، ما در واقع و دلایل اجتماعی دیگه اینو مهم نمونه گفتم، ما دچار افول اخلاقی شدیم. ولی ببینید تو برهای زمانی که ما شوفای اقتصادی داشتیم یا شرایط دیگه، در واقع رفتارهای اخلاقی متفاوته. یعنی این بستر زمان رو دیدن، نگیم که ما هر چقدر جلو میریم رو به افول میریم، هرگز اینطوری نیست. هرگز این گزاره گزاره در واقع حداقل یک نوع ایدئولوژی که اگر بخوام این دستکم توی این قسمت من کاملا با شما موافقم. آقای مهندس آرمین، شما دو سه بار رفتین اومدین صحبت جامونده ای اگه هست، یعنی شما که صحبت نکردین. آقای مهندس آرمین عزیز، آقای نوربخش، صحبتی دارین شما استفاده کنید. من سلام عرض میکنم خدمت شما استاد منصوری گرامی، جناب آقای زمانیان بزرگوار، زمانی بزرگوار. من خیلی استفاده کردم از صحبت دوستان. فقط یه نکته خیلی کوتاه مد نظرم بود که دوست داشتم حالا شاید توی جلسات بعدی بهش پرداخته بشه، اون هم در واقع آثار این افول اخلاقی توی جامعه و عدم امکان اخلاقی زیستنه که به تعبیر دوستان هی داره اوضاع بدتر. چون چی که من بهش فکر میکردم این بود که اگه آدم بخواد اتفاقات خوبی توی جامعه بیفته، یه پیش نیازهایی برش وجود داره که یکی از مهمتریناش اون انسجام و اون اعتماد عمومی آدم‌های جامعه به همدیگر. فشار بشه اینها رو یک دوتا از مؤلفه‌های اصلی سرمایه اجتماعی نام. تقریبی که من دارم اینه که با زدوده شدن دین از جامعه که همراه با خودش یه سری از مؤلفه‌های اخلاقی مثل ایثار، مثل قانع بودن به حق، مثل احترام گذاشتن به حق و ناز، اینجور چیزا هم انگار اینا من چون پژوهشی در موردش نخوندم مطمئن نیستم، ولی حس درونی رو میگم، انگار که با کمرنگ شدن دین یه سری از اخلاقیات این شکلی هم داره کمرنگ میشه. اینا چه اثری روی سرمایه اجتماعی ما میذاره و چقدر حرکت ما به سمت توسعه و تبدیل شدن به یه جامعه کم مشکلتر و داری نهندگی کمتر رو دشوار میکنه. این در واقع نقطه هستش که من خود ذهنم رو درگیر کرده و با دوستان که صحبت میکنیم گاهی این بحث مطرح میشه که چقدر خوبه که دین داره میره به خاطر اینکه این بدیاش رو میبره، ولی این نگرانه وجود داره که یه چیز دیگه رو هم داره میبره که اونها جاهای دیگه رو در آینده لنج خواهد کرد. سوال وفادار باشیم به دو ساعت، بعد از 24 دیگه کش پیدا نکنه، ولی 24 دقیقه وقت اضافه داشته باشیم. جناب رجب نژاد و جناب شفیعی من دیدم میکروفون زدن، کوتاه اگه استفاده کنیم، نمیدونم اگر دوستان دیگه هم یک دقیقه وقت بخوان توی این دو دقیقه وقت اضافه. من تشکر میکنم از همراهی دوستانی که شنونده هستن، دوستان بزرگواری که اگه فرصتی بود میتونستین از حضورشون استفاده کنیم. دیدم دکتر امیری هم تشریف آوردن، ولی زمانی هست که دیگه نمیدونم فرصت مناسبی برای استفاده باشی یا نه. جناب رجب نژاد کوتاه خدمتتون باشی. آقای شفیعی تشکر دارم، سوال دارم بعد استفاده کنم. جناب شفیعی از حضور شما استفاده کنم. متشکرم از لطف جناب آقای رجب نژاد که فرصتشون رو به بنده اختیار دادن، در اختیار بنده گذاشتن. جناب آقای منصوری عزیز، من فقط یه نکته تکمیلی و اون چه ابتدا عرض کردم داشته باشم. من به گمانم این که عرض کردم جامعه ایرانی به نظر من یه مقداری دچار بحران‌های اخلاقی شده، حداقل تحلیل من اینه به جهت این که ما در این چهار دهه جامعهمون یک در واقع جامعه فقیه‌زده و یک جامعه فقیهانه شده. و چون باز از سوی دیگر من گمانم به اینه که دانش فقهی دانشی است که متاسفانه به تحلیل کسانی مثل غزالی و دیگران به هر حال از یه برهه‌ای از اخلاق فاصله گرفت و دغدغه‌اش
تأمین یا حداقل دغدغه اصلی تأمین اخلاق نبود، لذا به هر چه جامعه در واقع فقهی تر بشه و هر چه جامعه فقه زده تر بشه، به گمان من این جامعه این ظرفیت درش ایجاد میشه که عملا از اخلاق فاصله بگیره. که حالا این بحث به نظر من یک بحث باز مهمیه الان، چون نمیخوام خیلی وقت دوستان رو بگیرم، اگر فرصتی بود انشاءالله در نوبت‌های بعدی بهش میپردازم. ببخشید. خیلی متشکرم جناب رئیس صفی. من عضو انجمن ایرانی اخلاق در علم و فناوری هستم و اونجا ما سخنرانی‌های ماهانه داریم. من خیلی مشتاق بودم که از شما دعوت کنم برای یکی از سخنرانی‌های 10 ماه آینده شما استفاده کنم. اونطور یکی دو بار اقدام کردم که با شما تماس بگیرم، نشد. امیدوارم که حالا الان درخواستی که میکنم باعث بشه که یک سرنخی پیدا کنم. ناظر بر همین که فرمودید، من فهمم اینه که فقه رو میشود گفت حقوق اسلامی و فقه هم فانکشنی داره، کارکردی داره که فکر کنم شما هم انکار نمی کنید، غزالی هم نمی کرد. اما تأکیدی که شما داشتید خیلی بصیرت افزاست و اون این که از یه جایی اگر فقه فقط معیار دینداری یا اخلاق ورزی محدود بشه به فقه، همونطور که من تو نسبت اخلاق و قانون هم معتقدم که اگه ارزش‌های اخلاقی تنزل پیدا کنه فقط به حقوق و قانون، اونجا مشکلاتی بروز میکنه که شاید جامعه ایرانی باش دست به گریبانه. به عنوان جنبندی نهایی خودم عرض میکنم که سوال این بود که وضعیت اخلاقی جامعه ایران چگونه است، زمینه‌های اجتماعی چیه، برون‌شد چیه. اشاره‌ای که دوستان کردن اشاره بسیار ارزشمندی بود. خیلی از مشکلات نهادی هست، یعنی نهاد اقتصاد سیاست در ایران توزیع قدرت خوب نیست، توزیع ثروت درست نیست، حتی اگه فرد انگیزه اخلاقی داشته باشه مناسبات اجتماعی انگار فرصت اخلاقی زیستن بهش نمیده. بنابراین ما اصلا اینجا ذات‌گرایانه بحث نمی کردیم که ایرانی بد اخلاق است یا خوش اخلاق. داشتیم می گفتیم سبک زندگی یک شهروندی که در ایرانه اگر از اخلاق فاصله داره، بستر اجتماعی که چنین چیزی رو فراهم میکنه چیه. دوستان به نهادهای مختلف اشاره کردن. من به لحاظ جامعه شناسی میخوام اشاره کنم که دین هم یک نهاد اجتماعیه. بنابراین جا داره که تأمل کنیم چگونه دین ورزی، چگونه فعالیت اقتصادی، سیاست و مناسبات حقوقی بستر لازم رو برای بهینه شدن سبک زندگی اخلاقی میتونن فراهم کنن. این فقط جنبندی بنده بود. اگه جناب نرجب نشد نکته نگفته ای دارن یا دوستان دیگه، از اونها هم استفاده میکنیم و از آقای زمانیان میخوام که به عنوان بانی این گروه جنبندی خودشونو بکنن. و از 12 دیگه گذشتیم و خلاصه نماز صبح دوستان رو ما به خطر نندازیم. من در خدمت جناب رجب نجات هستم و بعدش جنبندی جناب زمانیان. متشکرم. مولانا یک داستانی داره که ظاهرا مجنون سوار شطوری بود به سوی کوی لیلی و این شطور یک بچه‌ای داشت که وسط راه که مجنون خوابش می‌برد، این شطور بچه شطور که به سبب توی مبدع بود، شطور برمی‌کرد به سمت مبدع. بعد آقا چشمش باز کرد، ای بابا هنوز که توی روستای خودشه. دوباره به سبب سوی کوی لیلی به سوی مقصد چند بار که تکرار شد، آخر از شطور پیاده شد و گفتن با این شطور رسد نمی‌رسم. خیال میکنم که شاید آسیب ناخواسته ذهنیت ایرانی در این بحث باشه. واقعا اینکه جامعه ما در حال گذاره نکته مهمیه. البته جامعه شناسان به صاحب میترینن و ما الان به تمنای اخلاقی زیستن این بحث رو در واقع مطرح میکنم، در صورتی که الان نمیخوام بگم مفهوم اخلاق دیگه رخت بر بسته کارکردش از دست داده، ولی الان در دنیای امروز که عزت ما رو هم بر ما هم چیره شده، ما رو هم در کمر خودش گرفته، مفهوم شهروندی هست. فکر میکنم یک رو آرمان خواهی ایدئال‌گرایی در مفهوم اخلاق هست. وقتی ما از اخلاق صحبت میکنیم قابل به اخلاق میشه متخلف، یعنی ما دنبال آدم های متخلفیم. ولی الان در دنیای امروز آنچه که سامان داده جامعه رو جواب رویا مفهوم شهروندی و وظیفه شهروندیه، که البته یا بگیم زیل اون یا قبل از اون آموزش های عمومی شهروندی هم از مدرسه و دانشگاه بود و نهادهای حامی و حمایتگر که در جامعه
که یک خط مرد به نظر تو که بین قانون مداری عمل به قانون و اخلاق فکر میکنم اخلاق ناظر به درونی کنترل درونی هر کس اخلاقی درونی کرده اونو در خلوت و جلوت یکیه ولی اون شخص قانون مدار چون کنترل بیرونی بر او حاکمه ممکنه که در خلوت قانون مدار نباشه و اخلاقی وضعه شاید حالا باشه نباشه بنابراین این که جوامعی که امکانات بهتری دارن اخلاقیند نمیخوام که اخلاقی شده خدا نکرده ولی اونا قانون مدارن قانونمندن هم یاد گرفتن هم از اونا خواسته میشه در جامعه ما که قانون هم البته محلی از اعراب نداره نه آموزش داده میشه نه خواسته میشه نه به قانون اعتنایی میشه حتی از سوی قانون گذار مردم عامی هم که دیگه دنبال بهانه هم که متشکرم. اگه اجازه بدین این گزارهای مطلق رو به کار نبریم. اگه سلام میدین فکر کنم به دغدغه همه ما نزدیکه. قانون گذار و شهروندا به طور نسبی از به قانون پایبندن و به طور نسبی ازش فاصله میگیرن. اگه سلام میدین بله با تمرکز روی عنوان جنبندی کنیم. اگه سلام میدین زمینه‌های اجتماعی زیستن حضران این بود که این بحث ها شاید یک دورایی در واقع ما رو از اون هدف اولیه ما هم یا خاطر ذهنی خب من نمیدونم که پس زمینه ذهنی مدیران متقدم یا بناگذاشتی بوده ولی ما الان هنوز میخواییم برگردیم به اخلاقی زیستن در صورتی که دنیا دنیای شهروندی زیستنه و سلام متشکرم خیلی ممنون خیلی ممنون از نکات ارزشمند شما جناب زمانیان من ندیدم دوستان کسی میکروفون بزنه اگه شما لطفاً ممنونم من چیز بیشتری از جنبندی که خودتون فرمودید ندارم الا اینکه دو نکته اضافه کنم و وقت دوستان را بیشتر از این نگیریم بیشتر سخنان دوستان این بود که ما الان در وضعیت خوب اخلاقی زندگی نمی کنیم حتی اگر نسبت به گذشته بدتر هم نشده باشیم که ارزیابی روشنی نداریم اما فی الجمله ما وضعیت چندان مناسبی نداریم اما این نکته رو باید نظر بگیم اگر یک جامعه هنوز حیات داره و حیات اجتماعی داره میزان مقبولی از اخلاق اون جامعه رایج هست اگر غیر از این بود که جامعه در واقع به فروپاشی میرسید میزان مقبولی از رعایت قانون وجود داره اما نکته بر این هست که این میزان رضایت بخشی نیست و ما اینجا می‌خواستیم در واقع بگیم که در واقع در گفتگوها دریابیم ببینیم این علل و عوامل این که ما میزان مقبول و رضایتمندی از وضعیت اخلاق نداریم چیزی که دوستان به نهادها اشاره کردن و به نهادهای ناکارآمد یا شرایط و گاهی وقتا به بعضی از ساختارهای سیاسی اشاره شد و موضوعاتی از این قبیل ممنونم از شما جناب منصوری متشکرم از زحمتی کشیدین همچنین از سایر دوستان که تشریف آوردن و نظراتی رو و همچنین از دوستانی که نیامدن بالا و با صبوری در واقع شنوای این بحث ها بودن سپاسگزارم بله خیلی متشکرم جناب زمانیان از یکایی که دوستانی که صحبت کردن و مستمعین منم تشکر میکنم فقط ناظر بر اون یا شهروندی یا اخلاقی که فرمودن من این کتاب دورکیم رو گفتم یه معرفی بکنم از من خیلی از دوستان خوندن درس‌های جامعه شناسی دورکیم محورش هم اخلاق اجتماعی و شهروندیه که ذیل اخلاق حرفه‌ای تقریبا میشه گفت توی یه قرن گذشته کسی که اصطلاح رشنال اتیک و اخلاق حرفه‌ای رو در کنار اخلاق مدنی مطرح کرده و مقوله مدنیت با اخلاق گره زد تو نهادهای مدرن دورکیم بوده تو درس‌های جامعه شناسی انتشارات نشنه اینو منتشر کرده در کنار کتاب‌های فلسفه اخلاق که در ایران دو دهه اخیر منتشر شدن کتاب‌های اخلاق از منظر جامعه شناسی کمه به هر حال این کتاب دورکیم با اینکه بروز نیست ولی مغتنمه فکر کردم که معرفی اینم برای پیگیری بحث بی فایده نباشه خیلی ممنون از همه دوستان استثناءن اگر مونده ای هست بفرمایید اگه نه خداحافظی کنیم و تا موقع پایان ببینیم متشکرم از یکایک که دوستان خیلی متشکرم متشکرم از شما انجمنتون رو اگر قرار بشه به انگلیسی ترجمه کنید
اتیک استفاده میکنه؟ بله اتیک، نه اومده اتیک. نه من که عرض کردم بین مورال و اتیک تو بحثای جامعه شناسی و فلسفی اونقدر اینه، تو روان شناسی تفکیک میکنن مورالیتی رو به اخلاقیات و اخلاقیات شخصی و اتیکس رو به بحثای قاعدمند قانونمند کلی. من فکر میکنم تو انگلیسی هم همونطور که شما میگی تفاوتهایی بوده، من تو 10 سال اخیر وقتی متن انگلیسی میبینم اسلش میذارن، مثلا تو استنفورد شما الان ببینید اسلش مورال اتیکال، چون اونجا هم اون عدم چیز هر شفافیت و اختلاف نظر هست. من با شما موافقم که میشه باید تفاوت‌های گذاشت، ولی من فکر میکردم تو بحثایی مثل بحثایی که ما داریم اونقدر تعیین کننده نیست. ما با اصطلاح پرسونال اتیک و سوشال اتیک بهتر میتونیم بحث و سامان بدیم تا تفکیک مورالیتی از اتیک. با این حال عذرخواهی میکنم اگه خواستم بی حرفی باشم. من سپاسگزارم قربان شما. خدا نگهدار همه دوستان عزیز. خدا شب شما Thank you.